خب سلام و شب بخیر خدمت همه دوستان، رفقا و هواداران سینمای تجربی. خیلی خوشحالم که هفته دیگه رو با نشسته دیگه از نشسته خط فرضی در خدمتتون هستم. امشب با شهرام مکری در خدمت شما هستیم، دوست و رفیق فیلمساز برای خیلی از ما و استاد آگاه، واقعا به اصطلاح خیلی دانشمند سینما و آدمی که همیشه واقعا آپدیت. و افتخار اینم داشتیم که به تازگی هم که داور بخش افق‌های ونیز بوده که حالا با حرفای خودش ادامه میدیم و میپرسه ببینیم چه خبر بوده، ما هم آپدیت بشیم. بر طبق گپ و گفتی که با هم دیگه داشتیم تو این شب‌ها، خیلی ممنون، خیلی ارادت نسبت به همگی، خیلی سلام نسبت به همه دوستان، رفقا، همکارا و علاقه‌مندا. عرض کنم خدمتتون که توی نشست‌های مختلف اگر دقت کرده باشین، سعی کردیم با اینکه نگاهی بندازیم به سینمای تجربی و تاریخش، تحلیل بکنیم فیلمسازاش رو هم و در بک‌گراندش به فرم بپردازیم، چیزی که به نظر من در سینمای تجربی برای ما نهفته. یعنی سینمای تجربی و همون سینمای اکسپریمنتال یا تجربه‌گرا پارادایم فرم هست، یعنی الگوهای خلق فضا و ساختار رو به ما میده اگر بخوایم درست بهش نگاه بکنیم و ازش استفاده کنیم، و بسیار مؤلف هست. امشب گپ و گفتی رو که داریم با شهرام عزیز، شهرامی که با فیلم‌های کوتاه طوفان سنجاقک، محدوده دایره و آندوسی و غیره و غیره، فیلم‌های بلند ماهی و گربه، هجوم، فیلم جدیدش جنایت بی‌دقت که البته من تازه می‌خوندم که آقای بوردول نوشته بودن بسیار کار با دقتی هم هست، عرض کنم که با اینها همیشه فرم رو دنبال کرده و اینجاست که می‌خوایم بریم به سمتش و راجبش گپ و گفت بکنیم که چگونه با این آگاهی و دانش از سینمای تجربی به این فرم‌ها میرسه. شاید برگردیم به اون جمله اولی که همیشه می‌ذاریم برای این مباحث که فرم اون فیلی هست که در اتاق فریم ها گم شده. من فکر میکنم که شهرام استعداد خیلی زیادی داره در پیدا کردن اون فیلم، که به نظر من اون ساختار در اون شبکه ای از اون فریم ها و فرم هایی که در ذهنش هست برای یک ساختار روایی. خب من این نیاز به معرفی هم نیست، خیلی اذیتتون نمی کنم، بریم سراغ شهرام عزیز. من ازشون میکنم، یواش یواش عذرخواهی میکنم از همتون، مرسی از ارادت ها، مرسی از احترام ها. اگر سوالی هست سرام بخشی کوئسشن یا سوالات میتونید بنویسید که توی کامنت ها گم نشه، من میتونم بخونم. حالا بعد از گپ و گفتی که با شهرام داشتیم و اضافه کردنش به صحبتمون، میتونم استفاده کنم از سوال ها و به اصطلاح پیگیری بکنم صحبت هاتون رو. خب من سعی میکنم در یک فضای ثابت همیشه با رنگ‌های متفاوت و فضای نوری مختلفی هر هفته در خدمتتون باشم که بگم خود نور شاید چقدر تأثیر میذاره. به به، عرض ادب و احترام، خیلی مخلصم. سلام سلام، امیدوارم کارت خوب باشه و صدا و تصویر من هم خوب داشته باشی. من که شما رو با کیفیت دارم، فول اچ دی هم فعلا، امیدوارم که بچه‌ها اینجوری داشته باشن شما رو. خیلی خیلی خوش اومد میگم، مرسی که تو این شلوغی‌ها و گرفتاری‌ها تایم گذاشتی برای ما. میدونم که تازه از سفر رسیدی و حسابی درگیری. خلاصه من این بین یه اجازه من... جونم آره، اول میخوام از خودت یه عذرخواهی کنم بابت اینکه توی این مدت ما نتونستیم خیلی دقیق با هم هماهنگ بشیم و به خاطر همین بود که یعنی همه شخصی من بود، البته در جریان کارا و برنامه‌ریزی دقیق من هستی. از این بابت ازت عذرخواهی میکنم واقعا، و به هر حال میدونم که میخوام در واقع ازت خواهش کنم که این گفتگومون مثل یه سوال و پرسش نشه، و خودتو دانش خیلی زیادی در حوزه سینمای تجربی داری و منم دوست دارم که بشنوم نظراتو و حرفاتو در این وسط. خیلی ارادت داریم. نه خواهش میکنم، منم اینجا اجازه بده که یه تشکر بکنم از سرکارخونه احمدپور، خیلی من اذیتش میکردم دیگه، شما که نبودی من مزاحم ایشون میشدم، خیلی هم ایشون زحمت کشیده، ارادت بنده رو برسونید. خب یه خسته نباشید میگم، حتما همینطوره، من دوست دارم اینجوری باشه و سعی میکنم البته توی سوال ها و جواب چون با تو راحت ترم هستم خیلی نپرم هم وسط حرف، چون قاعدتا هی هیجان زده میشم، اینها کنترل شده باشه. عرض کنم که همونجوری که خودت میدونی
سینمای تجربی موضوع کلیه که راجبش حرف می‌زنم، هم بحث سینمای اکسپریمنتال، ولی این دفعه نگاه ما الان به حال سعی کردم به عنوان کسی که در کنار شما هستم و بقیه دوستانی که میان یه جوری بگیم که این میگم یه نگاهی بوده به عنوان به اصطلاح من یه شوخی هم کردم میگفتم فرم فیلی در اتاق فریم هاست، میدونی، و به نظرتون تخصصت اینه که اون فیل رو پیدا کنی، و گفتم شاید با یه گپ و گفتی راجبه فیلم‌های خودت، حتی فیلم های کوتاه، این که ببینیم چه مسیر رو طی میکنیم که به این فرمه میرسیم، به این ساختاره میرسیم. حالا اگر لازم میدونید شما مبحثی رو شروع بکنید یا گپی رو بزنید، بیشتر بحث این که رابطه بین این دوتا با هم دیگه چیه. حالا مثلا من جسارت میکنم بیشتر دارم صحبت میکنم، اینجوری بوده که میدونم آن لوسی رو مثلا میساختی خیلی حواست بوده به مثلا موریس اشر، خب این چه تأثیری میذاشته از این هنر دیگه شما میگیری، از اون گرافیست مثلا هلندی که اینقدر هم در زمان و در ریاضیات و پیچش تصویر و هندسه عجیب و غریب عمل می‌کرده. یه به اصطلاح مسیر این شکلی رو با هم بریم. خب من در خدمتم که حتما. اول پس قبل از اینکه شروع کنیم من می‌خوام یه تشکری بکنم از همین صفحه آموزش یا انجمن سینمای جوان به خاطر راه انداختن این بحث‌هایی که میدونم متمرکز روی سینمای تجربی تصمیم گرفتن که کار کنن و این مسئول همین لایوی که ما الان داریم میذاریم نیست. من خاطرم هست که جشنواره قبل یا دو تا جشنواره قبل‌تر ما دوباره در یک نشست سینمای تجربی با هم دیگه شرکت کردیم، من و شما بودیم و دوستانی دیگه در اونجا بودن، و میدونم این که این یه کار مدت‌داریه که انجمن سینمای جوان داره انجام میده و در بخش آموزشش و بقیه دوستان مثلا از آقای پور اسماعیلی و خانم هاشمی و آقای آرش رسوفی و خود شما و همه دوستانی که دارین زحمت میکشین هول و هوش سینمای تجربی، از این بابت برام اهمیت داره که فکر میکنم جریان غالب سینمای ایران در حال حاضر اصلا توی این مسیر نیست. یعنی فکر میکنم که سینمای ایران هم تشویق میکنه فیلمسازها رو، همینی که داره تمرکز و توجه بیشتری به فیلمسازها از این بابت میکنه که احتمالاً هرچی بیشتر و بیشتر دور شن از مسیر سینمای تجربی، و وقتی میبینم یه جایی هست که مصرانه تصمیم گرفته که یکم پای این مفهوم سینمای تجربی بیسته و روش کار بکنه و حداقل اون جای تاریکش رو روشن بکنه، خیلی خوشحال میشم. و من گفتم در اول بگم که به شخص خودم قدردان این جلسات و بحثایی که آقای شهبازی، دکتر الستی، همه دوستان دیگه که توی این حوزه داشتن در مورد سینمای تجربی هستم و واقعا هر جا که فرصت شد نشستم و همه رو گوش دادم. همین الان پیش از این که با شما بس بشم داشتم گفتگوی آقای شهبازی و آقای برزگر رو میدیدم توی همین صفحه آموزش. پس هر قدم اول این، و بعد اینکه اما در مورد سوالت که حالا یه مقداری برمیگرده به شیوه و روش کار خودم، ببین تیام همیشه برام سخته که بخوام مثلا یه نقطه مشخصی رو پیدا بکنم و بگم که احتمالا توی اون جای مشخص مثلا از اینجا شروع میشه ایده ها، یا یه جایی پیدا میشه که آدم، هرچند تمایل خودم دارم به این امر، یعنی تمایل به پیدا کردن اون لحظه دارم، تمایل به اون جایی که احتمالاً فکر کردم مسیر من از اونجا جدا شده، مثلا رفتم به یه سمت دیگه، تمایلی به این امر دارم، اما همیشه برام پیدا کردنش خیلی کار سختیه. نمیدونم واقعا اون نقطه‌ای که آدم پیدا میکنه دقیقاً اون جاییه که هست یا ساخته اونو تصورش کرده. ولی دوره حالا علاقمندی من به سینما مثل احتمالاً همه آدم‌های دیگه‌ای که علاقمند میشن به سینما برمیگرده به مواجهه‌شون با فیلم‌های یه مقداری کلاسیک‌تر یا فیلم‌هایی که از صفحه تلویزیون پخش شده. حالا در دوره ما در سال‌های دهه 60 خب این خیلی محدودتر بوده، و به مجموعه این چیزا، یعنی فکر می‌کنم که ما احتمالاً چند مدل علاقمند به سینما داریم، یکی از اون مدل ها اونایی هن که از طریق فیلم دیدن علاقه من به سینما شدن، یعنی از طریق خود صفحه تلویزیون و پرده سینما علاقه من به سینما شدن، که من جز اون هستم، جز اون دست هستم. بخاطر اینکه بخوام تفکیک قائل بشم همیشه مثلا سر کلاس و بچه ها میگم برخی اینطوری نیستن، مثلا اندیشه‌ای دارن، فکری دارن، در حوزه‌های دیگه فعالیت کردن، نقاشی خوندن، شعر خوندن، ادبیات خوندن،
و بعد به یه از یه جایی فکر کردن که یه مدیومی وجود داره به اسم سینما که این مدیوم میتونه جالب‌تر باشه برای ارائه تفکر اونا. اون وقت اومدن به سمت سینما. فکر تفکیکش برام همیشه اینجوریه که اگر بخوایم به اون دسته دوم یعنی متفکران بخوایم بگیم که فیلم نسازید، اونا میرن نقاشی میکشن، اونا احتمالاً میرن شعر میگن، میرن کتاب مینویسن، ولی به دسته اول احتمالاً اگه بگیم فیلم نسازیم راه دیگه‌ای ندارن. یعنی حداقل خود من نمیدونم اگر قرار باشه در حوزه سینما فعالیت نکنم ممکنه که چه کاری دیگه بتونم انجام بدم. در هیچ زمینه‌ای تخصصی ندارم. گاهی بهم میگن که مثلا پیشنهاد میدن کارگردانی تئاتر بکنم، انقدر برام فضای سخت و دوریه که فکر میکنم در این که انقدر نزدیکه به سینما ولی باز فکر میکنم تخصصی درش ندارم، چه برسه بقیه چیزا، مثلا ادبیات، مثلا نمیدونم نقاشی، چیزایی از این دست. پس باید بگم که مسیر منم مثل همه آدمای دیگه‌ای که توی این گروه هستن از دیدن فیلم و فیلم دیدن علاقمند شدن به سینما شروع میشه، ولی دورانی که به صورت جدی‌تر فکر کردم که از تمایل دارم سینما رو کار بکنم و اینا همزمان شده با دهه 80 و 90 میلادی، یعنی در سالهایی که یک جریان خاصی از فیلمسازی در سینمای دنیا حاکمه که امروز ما اونو به اسم مثلا پست مدرنیسم در سینما میشناسیم، اواخر دهه 80 و دهه 90 در واقع، و یه عالم اتفاق در تاریخ سینمای ایران، مثلا باز شدن، آزاد شدن ویدئو، اومدن نوارهای VHS، نمیدونم قوت گرفتن بازار زیرزمینی دیدن فیلم در ایران، بله. همه اینا باعث شد که یه دفعه اون یه خلایی که مثلا از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 80 میلادی به وجود اومده بود در فیلم دیدن توی ایران، ناگهان از اواسط دهه 80 یعنی در دهه 90 و اینا یو با انبوه فیلم هایی که داره میاد اون خلا انگار میخوایم یه جوری پرش بکنیم. در نتیجه میخوام بگم اون چیزی که در من علاقه مندی به فیلم رو به وجود آورده دیدن حجم زیاد فیلم ها و پیدا کردن یه جور گرامر زبانی، یه جور اوضاع میزانسن و دکوپاژ و چیزهای از این دست بوده توی فیلم ها، و شاید همین علاقه مندیه که باعث شد وقتی خواستم فیلم تولید بکنم فکر کنم که باید در حوزه زبان سینما بیشتر متمرکز باشم، یعنی علاقه مندیم بیشتر به اون سمت گرش پیدا کرد. این اصلا به معنی نیست که وقتی من فیلمی رو میخوام ببینم حتما باید در همون حوزه نگاش کنم. باز تفاوت این دست فیلمسازه گروه اول با اون گروه دومی ها برام در اینه تیام، که اون گروه دومی ها چون اندیشه خاصی رو دنبال میکنن، سینمایی هم که مربوط به اون حوزه اندیشه هست رو بیشتر دنبال میکنن، ولی این یکی گروه فکر میکنم که یه مقداری مثلا بیشتر سینما رو به مفهوم فیلم دارن دنبال میکنن. یه مثال برات بزنم که حرفم خیلی خسته کننده نباشه. من با یه فستیوالی در تاجیکستان دعوت بودم و به همراه چند تا از دوستان اونجا، اون موقع فیلم اواتار جیمز کامرون به صورت 3D اکران شد، یعنی فیلم تازه اومده بود و 3Dش هم اکران می‌شد. خب ما چنین امکانی نداشتیم. در چه یه روز تصمیم گرفتیم با همه همراهانی که در اون فستیوال بودن که شامل آقای مثلا مجید ورزگر بود، آقای هوشنگ گلمکانی بود، آقای کامران شیردل بود و دوستانی از این دست بودن، آقای شیردل بردین 3D اواتار رو ببینیم، 3D در سینما ببینیم. بله. و ما نشستیم توی سالن سینما و ردیف کنار هم دیگه. من فکر کنم دقیقه 10 فیلم جامو مجبور شدم عوض بکنم، یعنی از این دوستان فاصله گرفتم رفتم جلوی پرده سینما نشستم، به خاطر اینکه اینا از دقیقه 1 شروع کردن به مسخره کردن فیلم و آره همه این رو، و مثلا هر انفجاری اینا رو میخندوند، یا هر مثلا مرد آبی پوشی که پرواز میکرد در اینا مسخرون از همین روز میرسید، و من کاملا درک میکنم، یعنی میفهمم که خب مثلا شاید خیلی چیز جذابی توش وجود نداشته باشه، ولی برای من یادمه درست وقتی که از سالن سینما اومدیم بیرون، وقتی که از من پرسیدن خب چی برای تو جالب بوده آخه شهرام توی این فیلم، چطوری ممکنه این فیلم اهمیت پیدا کنه، من اون موقع داشتم به این فکر میگردم که چطوری مفهوم عمق میدان مثلا
یه چیزی مثل مفهوم عمق میدان در فیلم های 3D ممکنه بتونه گرامر زبان سینما رو تغییر بده. یعنی چیزایی مثل مثلا چنج فوکوس کردن، چطوری ممکنه که مثلا وقتی که ما داریم دوربین رو میذاریم دیگه لایه های مختلف مثلا فورگراند، میدل گراند، بک گراند، اون چیزی که تو سینما کلاسیک داشتیم در حوزه زبانی سینما داشتیم میدیدیم، یا اینجا روی پرده سینما همه چی متفاوت شده بود برای من. یعنی من فکر میکردم، البته تصور خودم اون موقع این بود که سینمای 3D مسیر جلوتری رو پیش میره، که البته این اتفاق نیفتاد، ولی خیلی برام جالب بود اتفاقی که در حوزه گرامر زبان سینما داشت میافتاد. این مثال به نظر خودم خنده‌دار رو از این بابت زدم که بگم تفاوت این گروه ها و دست ها چطوریه. پس موقعی که تصمیم گرفتم فیلم بسازم، تیام فکر کردم برم سراغ این که چطوری میشه توی این حوزه ها کار کرد، توی حوزه زبان سینما. و همونطور که میدونی اون ساله دانشگاه ما همزمان شد با رفتن دوربینای نگاتیو و اومدن دوربینای دیجیتال. من وقتی که فیلم برداری خوندم توی دانشگاه با آقای نووی دوربینای 16 میلیمتری میخوندیم، یعنی سر کلاس اصلا دوربین 16 میلیمتری داشتیم، ولی وقتی فارغ التحصیل شدم پایان نامه ما با دوربینای دیجیتال تحویل داده شد. یعنی کلا دانشگاه فرق کرد. ما اون موقع حتما باید پایان نامه رو فیلم نگاتیو کار میکردیم، موقعی که سال اولی که ما وارد دانشگاه شدیم، سال آخری که فارغ التحصیل شدیم فیلم دیجیتال تحویل میدادیم. و یعنی کلا اومدن مفهوم سینمای دیجیتال یهو همه چی رو داشت به هم میزد. پس متمرکز شدم روی چیزای از این دست، یعنی ایده های دستور زبانی فیلم. پس زبان سینما هم دنبال تو بوده دیگه؟ نه خواهش میکنم، همچنان دو دیجیتال و اینا. این همزمانی به وجود میاد تیام، میدونی همونه که میگم آدم نمیدونه بفهم نقطه شروع کجاست. مثلا این تویی که توی این وضعیت رو کشف کردی یا نه، این وضعیته که تو در اون قرار گرفتی، یعنی اون احاطه پیدا کرده بر تو. بخاطر همین فکر میکنم که خب مثلا الان بچه هایی که از وقتی به دنیا آمدن، همه جوانایی که الان سر کلاس های ما هستن، احتمالا همه موبایل رو از وقتی به دنیا آمدن دیدن، ولی نسل من احتمالا اون روزی که موبایل رو برای اولین بار دیدن رو میتونه به یاد بیاره. این تحولی که یه گوشی تلفنیه که میتونی مثلا جا مختلف از جیب درش بیاری و باش حرف بزنی. آره این خیلی ایده عجیبی بود در زندگی ما. میخوام میگم ایناس، همزمانی که داری ازش حرف میزنی احتمالا اینجا اتفاق میفته. ممنون ازت. بله البته من حالا میخوام در واقع تیام یه کاری انجام میدم، اونم اینه که مثلا میخوام بگم این بحثا در مورد یه چیزی نیست که من کشف کرده باشم، یا در همونطور که تو هم میدونید، چون تو ما گفتگومون ممکنه در مورد فیلمایی که من ساختم باشه یکم بیشتر متمرکز میشیم روی این، ولی من یه سری یادداشت اینجاها دارم اطراف خودم توی کاغذهای پراکنده. این یکی از اون ماجرایی که بهت گفتم من نتونستم تمرکز کنم. نه خواهش میکنم، من میتونم یکی دو تا نکته رو بگم یه مجموعه. آره حتما، با اینکه شما که نیازی البته اونقدر به کاغذ نداری، همون جهان بینی ما اینجا برامون اون خیلی مهمه، ولی حالا اگر چیزی لازمه که به هر حال مکتوب‌تر و آپدیت‌تر باشی بدیم که ممنون میشم ازت. چند تا نکته رو گفتی، من خودم هم البته جسارت در مقابل تو، ولی مثلا سر کلاس هستیم با هنرجوی، اصلا کسی که سینما رو دوست دارن سر کله میزنیم، اینه که میگن نه آقا ما اصلا فیلم نمیبینیم، به خاطر اینکه فیلم دیدن باعث میشه که دیگه ما نتونیم ایده پردازی کنیم یا روی ما تاثیر بذاره، ما این کارو نمیکنیم. احتمالا خودت هم برخورد کردی. چگونه واقعا میشه اینجوری برخورد کرد؟ آیا ما اگه فیلم ببینیم یا مثلا سینمای اکسپریمنتال رو دنبال کنیم، زبان و مؤلفه ها رو بدونیم، آیا نمیتونیم چیز جدیدی خلق بکنیم؟ این تاثیرش عکسه یا نه؟ نظر خودتون میخوام بدونم راجع بهش. ببین ماجرا این ماجرایی که داری ازش حرف میزنی باز خیلی تاریخچه داره. باز بذار تیام از اینجا شروع بکنم که بگم یه مسئله‌ای که هست اینه که ما چه مقداری میتونیم به روز راجع به مسائل حرف بزنیم. یکی از مشکلاتی که من در دانشگاه داشتم اون سال‌ها یادم میاد که کتابای تاریخ سینما توی اون موقع شروع می‌شدن، ما به روزترین کتاب تاریخ سینمایی که داشتیم کتاب تاریخ سینمای هنری بود در دوره‌ای که دانشگاه می‌رفتیم، بعد کتابای بوردل تامسون اومد که این دو جلدیه بود، ولی اون سالی که ما استارت می‌زدیم با کتاب تاریخ سینمای هنری، آخرین مطالبی که توی صفحه آخرش نوشته شده بود راجع به مکتب نیویورک بود و اتفاقاتی که مثلا توی سالهای 1970 و اینا شروع می‌شد توی سینمای آمریکا و مثلا وودی آلن و اسکورسیزی و فورد کاپولا و اینا،
همیشه برای ما، ولی ما تو دهه 90 مثلا تو دانشگاه بودیم، مثلا فینچر می اومد و تارنتینو داشت فیلم ساخت و هارتری داشت فیلم ساخت و جیم جارموش، و ما تشنه این بودیم که راجع به آدمای از این دست بشنویم. در چه سر کلاس دائم راجع بهشون سوال می‌کردیم. من یادمه که آقای دکتر محمد شهبا یه بار برای ما سر کلاس رو تحلیل در و بحثی که راجع به تحلیل فیلم داشت انجام داد، فیلم ران لولا ران رو آورد و سر کلاس به ما نشون داد. خب برای ما خیلی اتفاق مهم و بزرگی بود. دلیلش این بود که تاریخ سینما رو کلاً داشتیم، مثلا تا موج نو می اومدیم و تا اون جریان ها می اومدیم. اتفاقی که الان گاهی اوقات من فکر میکنم سر کلاس ها یا توی مباحثی که راجع به فیلم داریم حرف میزنیم مهمه، اینه که فکر میکنم نسل مثلا بچهای دهه 80 دهه 70 نیمه دوم دهه 70 به بعد توی شرایطی دارن زندگی میکنن که بعضی از این مفاهیم پشت سر گذاشته شده. مثلا ما به صورت مشخص الان دیگه حتی در دوران حاکمیت پست مدرنیسم هم قرار نداریم، ما از دوران پس و پست مدرن داریم حرف میزنیم، از پشت سر گذاشتن دوران پست مدرنیسم داریم حرف میزنیم. و وقتی شروع میکنیم راجع به مفاهیمی مختلفی که توی زبان فیلم زبان سینما شروع میکنیم بحث کردن، همش نیاز به این داریم که برگردیم مثلا از 1800 و مثلا 90 شروع کنیم، از 1895 شروع بکنیم، از اون سالها بیایم رو به جلو. و به نظر میرسه این مبحث یه دورای دائم پشت سر هم دیگه، مثلا انگار داریم راجع به تاریخ حرف میزنیم، داریم راجع به تاریخ راجع به گذشته و دائم داریم راجع به اتفاقاتی که قبل‌تر حرف می‌زنیم. پس وقتی که یه دفعه سوالی مطرح میشه، آدم همش رو سر راجع به الان حرف بزنه، مثلا راجع به مفهوم خودآگاهی که الان در سوال تو نهفته است. سوال تو اینه که فیلم دیدن، یا تعبیرش بکنم به یه جور دیگه، خودآگاهی در امر تولید فیلم یا آگاهی نسبت به جهان سینما، آیا مانع و یا راهگشاست؟ دقیقا. وقتی به این مفهوم میخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که در طول تاریخ هنر و تاریخ فلسفه خیلی راجبش مختلف صحبت شده. مثلا آدم های مهم نقل قولای خیلی بزرگ راجبش دارن، و در نتیجه ما بسته به نوعی که الان فکر میکنیم، میدونید توی هم یه تفاوتی که امروز یکی از مفاهیمی که در هنر امروز داریم راجبش حرف میزنیم، یعنی هنر الان داریم راجبش حرف میزنیم، اسمشو میزنن به بی‌تاریخ بودن. بی‌تاریخ بودن به چه معناست؟ یعنی ما قبلتر میتونستیم بر اساس هر چه که جدیدتر موثق‌تر رفتار بکنیم. خب یعنی مثلا میگفتیم فلان آدم یه نقل قولی انجام داده در دهه 1970، اما بعدها یه آدمایی در دهه 80 یا بعدها یه آدمایی در دهه 90 این نقل قول‌ها رو متفاوت کردن، و چون ذهن ما به صورت اتوماتیک اینطوری رفتار میکرد که هرچی که متأخرتره پس احتمالاً درست‌تره، اون موقع برامون مهم نبود ارسطو و افلاطون چی گفتن، برامون مهم بود که مثلا نمیدونم فوکو و هایدگر چی گفتن، چون اینا متأخرتر نسبت ما بودن. در عصر بی‌تاریخی، یعنی عصری که الان ما توش داریم زندگی میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که شما اول تئوری مورد نظر رو اول به چیزی فکر میکنی و بعد دست میبری توی تاریخ، تئوری مورد نظر رو منطبق با اون برای خودت برمیداری. یعنی دیگه برات دیگه مهم نیست که کی متأخرتره، مهم اینه که کی به تو نزدیکتره، تو داری با کیو میتونی به خودت متصل کنی بچسبونی. پس همونقدر که برای کسایی که معتقدن آگاهی راهگشاست، تئوری وجود داره، همون اندازه هم برای اونایی که معتقدن آگاهی بن‌بسته، تئوری وجود داره. خب یعنی موضوع این نیست که ما بتونیم قانع کنیم همدیگر رو الان در حال حاضر. همه اینا برمیگرده، میخوام جواب سوالتو به این سمت ببرم که تیام ببین، در عصر امروز واقعیت اینه که ما یه دوره رو داشتیم که اون دوره حاکمیت محصول بوده. محصول یعنی اینجا اسمشو بذاریم فیلم. دوره حاکمیت فیلم بوده. این دوره آروم آروم تو تاریخ سینما با دوره حاکمیت خالق فیلم جاشو عوض کرده. یعنی قبلا مهم بود چه فیلمی، بعد مهم بود فیلم چه کسی. این دوتا توی اینجا تماشاچی موضوع مهمی نبود. در نتیجه ما وقتی داشتیم راجع به فیلم حرف می زدیم، دائم داشتیم راجع به موضوع این دوتا حرف می زدیم.
درسته. فیلم مهم است یا خالق فیلم؟ آیا خالق فیلم باید بداند چه فیلمی خلق کرده است یا نه؟ و چیزایی از این دست حرف زدیم. آروم آروم به تدریج تئوریایی در حوزه هنر مطرح شد که جای موجود دیگه نه، مثلا جای یه ضلع دیگر رو، یه رأس دیگر رو درست کرد و اونم مخاطب بود. خب و گفت که مخاطب اینجا داره چیکار میکنه. حوزه آگاهی و خودآگاهی یا مثلا این چیزی که بهش میگیم ناخودآگاه و چیزایی از این دست، انگار دائم داشت راجع به رابطه اون دو تا ضلع اول، دو تا رأس اول حرف میزد، رأس یک و دو، یعنی محصول هنری و خالق محصول هنری. اما حالا یه بخش دیگه اضافه شده که ما بهش میگیم مخاطب. خب ما امروز اگر داریم راجع به هنر حرف میزنیم، یعنی همین الان باز میگم هنر امروز، سینمای امروز، وقتی داریم راجع بهش حرف میزنیم، مسئله فیلم ها مسئله وضعیت مخاطبه. بله. حتی نه مسئله خالقی ها. یعنی ما باید ببینیم از موضع مخاطب چطوری داریم این دوتا وضعیت رو ببینیم، که البته اینم خودش باز ایده های متأخر و متقدم داره. من حتما پیام بهش برمیگردم. وقت وایسا در مورد اون بخش قبلی که پرسیدی، یعنی بحثمون بود، من یه چیزی رو یادداشت کردم اینجا بخونم. ببخش من پیام گاهی به این یادداشت من میتونم مکمل حرف دیگه چیزی بگم تا چیز میکنی. آره دو زیاده. آره اجازه هست داره من این رو بگم تا شما میابی. اتفاقا میخواستم بگم که در مکمل حرف خودت و اون مثال با نمکی که زدی که من خودم هم یه چشام چهار تا شد که آقای شیردل شما مثلا بردین به این فضا. البته بس سر سلیقه است و خب به هر حال چیز نبستین که حالا خوب یا بد بودن وقتی که بردین و میگین دیدن. جالب اون بحث سینمای تیویدی برای منم همچین نگاهی رو داشت. بنابراین احساس میکنم در مکمل حرف خودت اتفاقی که الان داره میوفه اینه که وقتی مخاطب داره وارد میشه، اتفاقا اون سینمای تیویدیه که منم موافقم باهات که اونقدر موفق نبوده، داره یه جوری تبدیل میشه انگار به وی آر و ام آر و ای آر و نمیدونم اینها، که این مخاطب رو به اصطلاح حالت اینتراکتیوش بکنه، یعنی تعامل داشته باشه باهاش، سینمای تعاملی داشته باشه باهاش. حتی جالب من دی تریلر ماتریکس جدیدو که دیدم، اگه شما روی یوتیوب میدیدیش حق انتخاب داشتی که میخوای قرص آبی رو بخوری یا قرص قرمز، یعنی تو تریلر هم حق انتخاب داشتی کدوم سمتی بخوای ببینیش. یه اتفاق دیگه میافتاد برام خیلی جذاب بود. سعی داره میشه، حالا نمیگم اونقدر ممکنه موفق بوده باشه، ولی دارم میگم کاملا درسته که این تعامله و اون زل سومو داره شک میگیره، دارن حتی تلاش هم میکنن براش. بفهمید. ببخشید. حالا اگه نظر شخصی خودم رو در این مورد بدونی، من نگران وضعیت این وضعیت هستم. یعنی من الان نمیدونم حالا تا سال آینده آدم نظرش میشه، ولی الان مخالف وضعیت حاکمیت مخاطب نسبت به آثار هنری هستم. ولی بیا راجبش حرف بزنیم، یعنی راجب این موضوع جالبی این که راجبش حرف بزنیم. حالا امیدوارم بتونم اینا رو بچسبونم به سینمای تجربی. اون چیزی که می‌خواستم بهت بگم اینه که در سال 1890 من یادداشت کردم از موریس دنیس بیتین، این در واقع نقاش نویسنده، حالا فیلسوف بیشتر به عنوان نقاش ما بشناسیمش، یه مقاله خیلی مهمی داره که این مقاله مهم خیلی بهش ارجاع داده میشه در وضعیت موقعی که میخوان راجع به ماجرای هنر مدرن حرف بزنن. اسم مقاله هست سنتگرایی جدید، یعنی کسانی که توی حوزه تئوری هنر کار میکنن میشناسن خیلی مقاله رو و خیلی نقل قول زیاده. یکی از مرتبه نقل قولاشو من اینجا میخونم که البته من همینجوری تند یادداشت کردم، در نتیجه ممکنه خیلی نقل قول یعنی کلمات دقیقاً اینا نباشه. میگه که به یاد داشته باشیم قبل از اینی که یک عکس یک سوارکار یا عکس مثلا، حالا یادم نیست چه مثالی زده، مثلا زنی در یک لباس زیبا باشه، یک کاغذ که ترکیب رنگ و نور رو شما روش دارید میبینید. یعنی وقتی که ما داریم راجع به فرم حرف میزنیم، خب بخوام بگم این بحثی که از 1890، یعنی میدونید ما الان در سال 2021 کماکان موضوع صحبتمون در این لایو اینه که فرم مثلا چیکار میکنه و تعریفش چیه و چطوریه، ولی میخوام بگم که در 1890 یک چنین نقل قولی وجود داره که عکس رو میگه قبل از این میگه اگه ازت بپرسن عکس چیه، احتمالا باید بگی که یک کاغذ، نه اینی که روش رو توضیح بدی که با رنگ و نور داره چیکار میکنه. این اون چیزی که تو زبان فیلم بعدن مورد توجه قرار گرفت. یعنی تو خودت میدونی خیلی از سینماگرای و تجربه گرا دنبال این متریال رفتن، یعنی گفتن که فیلم چیه، یعنی گفتن این نگاتیو چیکار میکنه، چطوری نور بهش بدیم، ما چطوری متفاوت از دوربین. یه عالم فیلم داریم که من دیدم تو لایوهای مختلف در مورد شیوا، من به اون لایوی که دکتر علسی داشتن
حتما میخوام بچه ها مراجعه کنن و برگردن ببینن راجب اون وقتی که راجب مثلا انواع فیلم های تجربی دارن حرف میزنن، این که چطوره خیلی از این فیلم ها با متریال، با ذات خود متریال شروع کردن به کار کردن. داره. و ببین که این ریشه این برمیگرده به چه ایده هایی، یعنی وقتی که ما در مورد سنتگرای جدید حرف میزنیم و راجب عکس داریم حرف میزنیم، چطوری خود متریال مورد توجه قرار میگیره. در واقع ما وقتی که مثلا راجع به مفهومی مثل فرمالیسم حرف میزنیم، مثل همه مفاهیم دیگه تیام عزیز، یه عالمه باید مقصد مبدع ببخشید، باید مبدع تعریفمون رو معلوم بکنیم. یعنی بگیم فرم رو به مفهوم یک چیز کلی آیا ما داریم به کار میبریم؟ بله، همه فیلم ها فرم دارند. بله، همه فیلم ها نمیدونم آخه من بعضی وقتا میگم فرمالیست، ازم میپرسن که مگه مثلا برباد رفته فرم نداره؟ بله بله. آیا وقت مثلا میگیم که آیا مثلا مگه نمیدونم هر چیز دیگه، مثلا هر فیلم دیگه، آیا مگه مثلا چه فیلمی از سینما ایران مثال بزنیم که هم خوب باشه؟ نمیدونم، میترسم همش سوء تفاهم به وجود بیاره. آیا این فیلم ها مگه فرم ندارن؟ بله، همه فیلم ها فرم دارن. ولی وقتی ما داریم راجع به مفاهیمی حرف میزنیم مثل فرمالیسم، که دیگه راجع به مفهوم کلی فرم حرف نمیزنیم. یا وقتی میگیم فرم از کجا میاد، وقتی که ما داریم راجع به ریشه فرم و مبدا فرم فکر میکنیم، همه کسانی که فیلمنامه می نویسن و شعر میگن و نقاشی میکشن، راجع به اون مبدا میدونن که یه چیزی به اسم ایده فرم. این یه سوء تفاهمی رو به وجود میاره همیشه. تیام، میبینم که خیلی هم یعنی در واقع راجع به بحث فرم که دارن حرف میزنن، این ضرورت فرم رو به عنوان اون ریشه اولیه به کار میبرن. خب این که بدیهیه، ولی وقتی ما داریم راجع به مثلا فرمالیسم حرف میزنیم، احتمالا داریم راجع به جریان هنری در جواب امپرسیونیسم انتزاعی حرف میزنیم مثلا. دهه 20 مثلا. خب این که دیگه چیز نیست. این که دیگه مثلا فرم رو به اون مفهوم کلی که ما داریم به کار نمیبریم، ما داریم روش آدم مشخص داریم، روش وقتی روش به فرمالیسم روسی حرف میزنیم، وقتی روش به فرمالیسمی که در ادبیات داستانی ما داریم حرف میزنیم، داریم روش به جریان حرف میزنیم، نه اینی که راجع به فرم به اون مفهوم کلی. خیلی اینو از این بابت دارم میگم که دوستان بدونن که وقتی میخوان راجع به فرم حرف بزنن، اول معلوم بکنن که راجع به چه جنبه‌ای از اون دارن حرف میزنن. مثلا کلاسیک بودن میمونه. میگیم ما میگیم فیلم امروز کلاسیک شده ممنتو، اینجا منظورمون این نیست که ممنتو فیلم کلاسیکی است، منظورمون اینه که مفاهیم موجود در فیلم ممنتو امروز کلاسه بندی شده، قابل دسترسی هستن. میدونی چی میگم؟ یعنی کلیشه بندی شده است. آفرین. یعنی این که اونقدر میتونیم مثلا دست ببریم روی این کشو در بیاریم، اون پوشه رو بذاریم راجع به فیلم، منظور ما این نیست که فیلم ممنتو فیلم کلاسیکه. مثلا دیدم بعضیا در حرفاشون میگن که امروز که دیگه حتی فیلم مثل سال گذشته در مریم باد هم کلاسیکه. این معنای این جمله این نیست که، ممکن این جمله رو از یه جای شنیده باشن، ولی معناش این نیست که فیلم سال گذشته در مریم باد همان گونه که فیلم برباد رفته فیلم کلاسیکی محسوب میشود کلاسیک است. بله. میدونی اینا مفاهیم جدا از هم دیگه هستن. از این بابت باید بگم که ما راجع به اون بخشی از فرمالیسم داریم حرف میزنیم که داره راجع به شکل و نحوه خلق اثر حرف میزنه. راجع به میگه مهمترین جنبه اثر هنری شکل و نحوه خلق اثر، این اون پارت مهمیه که داریم ازش حرف میزنیم. حالا چرا این همه مفصل و طولانی من حرف زدم؟ به خاطر اینکه دارم سعی میکنم به اون بحثی که تو، سوالی که تو داری میپرسی برسم، اون خودآگاهی و غیر خودآگاهی. من اگه میخوای با یه ببخش اگه ادامه داری، من گفتم یه سوال. نه بگو. چون گفتی با هم باشی، من سعی کنم به ذهنم رسید. آره. من گفتی که آره دقیقا هر حرف خیلی درستی که آقا ما اگه میگیم فرمالیست هم از اون رو مثلا از اون دهه 20 فلانه که فرمالیست رو گفتن، یا نو فرمالیست مثلا میگن آقا چه گفتن مهم نیست، چگونه گفتن مهمه، حالا باید چی کار بکنیم. به نظر من اون رو بچه‌ها میتونن گوگل کنن و بهش برسن و راجع به مکاتب بدونن. چیزی که ما اینجا میتونیم داشته باشیم با هم دیگه، نظر من اینه، البته اگر تو هم موافق باشی، بس هم اون چگونگی و اون ساختاری که شما بهش میرسید، یک فیلم ساز میره. حالا ما شاید بتونیم با مطالعه شما، با یک نگاهی به ذهنیت اون جهان، اون دنیای به اصطلاح اتاق فریم هایی که در ذهنت داری، به اون نزدیک بشیم که چگونه ما میتونیم این نگاه داشته باشیم. استارت اولی بود که بله مرسی، اگر
یکی از راهش اینه که چون من مثل خودت اومدم، منم با فیلم دیدن اومدم، یعنی منم با اون پرده شیفته شدم میدونی، و شاید نزدیک ذهنیتمون به هم، اما به قول تو بچه‌ها هم هستن که ممکنه مثلا نبینن و یا نخوام ببینن، که میتونن، من اینو اینجوری ترجمه میکنم که خلاصه یعنی که میتونن در نهایت اگرم دوست ندارن برن خودشون رو بشناسن، به اون خودانگیختگی برسن که نزدیک بشه به یک زبانی، به یک چیزی از خودشون، و بعد اون به اصطلاح الگوهایی رو که میخوان بردارن، حالا چه در سینمای اکسپریمنتال باشه چه در سینمای داستانی باشه. من تو خودم امسال توی ونیز، البته که به خاطر بحث، حالا منم یک فانی رو این وسط بگم، نباید بگم چون شما جز داورایی میافتی دنبالم، ولی متاسفانه یکی از فیلمای ونیز لو رفته بود، من دیدم، البته دنبال فیلم آقای اسکات میگشتم، من فیلم خانم کمپیون رو دیدم متاسفانه. آها آره، پاور آف دی داگ من دیدم. من چیدم که دیشب پریشب هم اومد رو نتفلیکس، فکر کنم خب پس برای همون اومده منتشر کرده. من دیگه جسارتا که میدونی که ایران و، ولی یه نکته رو شنیدم، میخواستم اینو عرض کنم خدمتت، که من شنیده بودم که مثلا خب من اسکاتو شخصا از بلید رانر و الین و غیره دنبال میکنم، ولی دیدم که یه فیلمی ساخته که دوئل، و میگن یک روایت متفاوتیه اما با ساختار راشومون، روشمون کوروساوا. حالا من نمیدونم شما وقت کردی ببینی یا نه، میخوام بگم که همین حرفی که داری میزنی شنیدم، این چنین اینها در هم تنیده میشن و استفاده میکنن. حالا ما بگیم که وقتی که خود اسکات همچین چیزی رو لازم میدونه، با اینکه میدونیم که به هر حال انقدر خلاق هست که نخواد سمت همچین بخواد به روایت متفاوتی بره و استفاده میکنه، پس دیدن و اعتنا به اون گذشته هم در شرایطی که به نفع ما باشه به نظرم ضرر نداره. حالا حتما نفعش هم به نظر من میتونه به اصطلاح چیز مثبتی نباشه، و نه حتما حالا دیدن همه یه تاریخ سینما. این یه نکته. نکته بعدی این که سوالم این بود، مثلا میگم ما شما رو از فیلم‌های کوتاه که دنبال می‌کنیم همینجوری با اون ذهنیتایی که وجود داره و میگم مثلا نگاهی که به اشر داشتی و اینا میایم جلوتر، یا مثلا با هم تو صحبت از گاز فنسنت مثلا گفتی میایم جلو، میرسیم به هجوم، میرسیم به ماهی و گربه، میرسیم به این جنایت بی‌دقت که نمیدونم کی میخوای برام اکرانش کنی، ما ببینیم ما وسوسه شدیم انقدر این بر اون بر له له داریم میزنیم. امیدوارم که شرایط اکرانش خیلی زودتر برام، بله خیلی خوشحال شیم و ببینیمش. آره، اما میخواستم بدونم که به عنوان یه فیلمساز از فیلم کوتاه، خیلی از مخاطبمون هم از بچهای فیلم کوتاه هستن، مثلا بیسای اولیه گاهان، غیر از رفقایی که هستن و ارادت داریم خدمتشون، چه جوری میشه؟ گفتی در فاز اول اینه که آره ممکنه به ذهن من بیاد، یعنی نمیرم سراغش، گاهن شرایطی که من درش قرار میگیرم، این یه پارتشه. ولی یه سری فکر میکنم همون بحث خود انگیختگی، بحث اون چیزی که برداشت میکنی، اون چه مسیر رو طی میکنی؟ یعنی تو کاملا مثلا اگر فیلم نمیبینی خودت از هنرهای دیگه هم قطع میکنی، میدونی؟ از این مسیر میخوام برسم به این که شاید اینها باعث شده که این علاقه به زبان و ساختار، چون همش در یک خط در میون، تو میگی هر فیلمی رو که میدیدی میگی که من ساختار زبانش برام مهم بوده، اومدم آواتار رو دیدم، کاری به کانتنت نداشتم، چی محتوا بوده حالا کاری ندارم. این عمق میدان، خب عمق میدان مستقیم برمیگرده به همون بحث ساختار رو مثلا در فرمت کارگردانی. این به چه شکلی بوده که از این یواش یواش به این برسیم که بتونیم بپرسیم مثلا چرا باید فیلم تجربی بسازیم؟ شاید ساختن این هاست که الان شهرام انقدر تبرهور داره در مثلا ساختن فیلم مثل ماهی و گربه و خراب نمیشه، مثلا 3 ساعت بود 2 ساعت اندی فیلم پلان سکانس میشه، چون بچه‌ها مثلا همه بعد از یک موجی هم بوده، خب اینو صادقانه میگیم، میان مثلا همه پلان سکانس میشن، چرا اونا اتفاق نمیفته؟ چرا برای شهرام اتفاق میفته؟ یعنی میشه فیلمه در میاد درست میشه، ولی بقیه این اتفاق نمیفته. من برای این میخوام این سوال این شکلی میخوام بگم که شما چه پروسه‌ای رو طی کردی؟ یعنی مثلا برای همون ماهی و گربه، یا حالا اگه لازم میدونی عقب‌تر از فیلم‌های کوتاه بگیم، یه توضیح این شکلی بدیم راجبشون، یه گپ و گفت بزنیم، چون همه فیلم‌های کوتاه تو تجربی بودن تقریبا، همه فرمال بودن. بله. فکر می‌کنم مثلا میشه تو اون دسته قرارشون داد. ببین من فقط یک نکته کوچیک جان، باز از این بحث‌های تئوریک راجع به اون بخش اول سوالت که راجع به ریدلی اسکات بود بگم، ولی باز به قول تو اجازه بدیم که بچه‌ها برن مثلا راجبش بخونن، ولی یه مبحث خیلی جالب و مهمیه که فکر می‌کنم که خوندنش باز توی ایران بتونه یه کمی راهگشا باشه برای بچه ها. و اونم اینه که ببین یه آدمی به اسم والتر رابینسون در سال 2014 یه مقاله رو منتشر کرده که توی این مقاله یه اصطلاحی رو درست کرد به اسم
اصطلاح حالا کلمه رو الان یادم نیست اینوری یا اونوری، ولی اسمش از فرمالیسم زامبی یا مثلا زامبیگری در فرمالیسم، یه اصطلاح اینطوری رو ساخته. خیلی الان در فرنگ مورد توجه این اصطلاح و این ترکیب رو زیاد به کار میبرن در مورد بعضی از اثار هنری. میدونی اومد چیکار کرد؟ یه آرتیست جوونی هست، خب اسمش هست، آرتیست هنرهای تجسمیه، اسمش هست لوسین اسمیت، اسمش لوسین اسمیته. این ببین تو فرهنگ مثلا دیدی میگن که میلیاردر زیر 20 سال فرض کن، میگن معروف ترین میلیاردرای زیر 20 سال کیان، یا مثلا مشهورترین تینیجرای مثلا پول دارا کیان. یه سری آرتیست ها هست که معروف بودن، مثلا آرتیست های گرون زیر مثلا 35 سال، حالا دقیقا تاریخ اون سن و سالی یادم نیست، مثلا 35 سال. یا این آدمی که دارم ازش اسم میبرم یعنی لوسین اسمیت، یکی از این آدما بود که جز آرتیست های موفق مثلا زیر 35 سال سن بود. این چی کار میکرد؟ اومد یه سری تابلو کشید، یه سری تابلو داره که بچه ها اگه سرچ کنن تابلوشو میتونن ببینن، خیلی شبیه کارهایی که مثلا مینیمالیست ها توی ای ساله دهه 70 داشتن انجام میدادن، راجب ترکیب مثلا رنگ و بوم و راجب ترکیب مثلا فضا و بوم و از اینجور چیزا. حالا چرا این اسمشون رو گذاشت فرمالیسم زامبی؟ به خاطر اینکه این اومد گفت که ببین الان در واقع اتفاقی که برای این آرتیست رو افتاد جالب بود. مثلا می اومدن توی نمایشگاهی آثار هنریشون خریداری میشد با یه قیمت پایینی، مثلا 2000 دلار فرض کنه، بعد به فاصله 5 تا نمایشگاه همون اثر هنری که توی نمایشگاه اول 2000 دلار قیمتش بود، توی به فاصله 5 تا نمایشگاه بعد یو تبدیل میشد به یه اثر چند ده میلیون دلاری. همین آرتیستی که دارم بهت میگم یکی از کاراش رو غیر قابل قیمت گذاری کردن، عجب. یعنی میگن که ارزشش فراتر از چیزی که تصور ممکنه بکنید. حالا چرا بهشون گفت فرمالیسم زامبی؟ بخاطر اینکه گفت ببین، گفت که این فرم وقتی که اولین بار استفاده میشد توسط مثلا مینیمالیست ها، حالا جالب آدم های امروز در هنر پس و پست مدرن راجع به این سرمنشه ها دوباره مثلا راجع به خود مینیمالیست ها اینا زیر سوال دارم میبرم، ولی میگفت که خب به هر حال میگه که وقتی که اولین بار استفاده میشه به عنوان یک فرم، به عنوان یک فرم شورشگره، ولی امروز کسانی که دارن ازش استفاده میکنن به عنوان یک فرم یک فرم برای بازار دارن ازش استفاده میکنن، مصرف گرایی میشه در واقع. خود فرم، خود اون فرمی که قرار بود در مقابل جریان قرار بگیره، تبدیلش میشده به بخشی از بازار، تبدیل شده به بخشی بزرگی از بازار. اون این مدل فرمالیسم رو فرمالیسم بدون مغز اسم گذاشته، میگه مثل زامبی رفتار میکنن، یعنی تکثیر میشن و بدون مغز حرکت میکنن و تو در واقع کاری در مقابلش نمیتونی. نمیگم فیلم ریدلی اسکات اینطوریا، ولی میخوام بگم گاهی اوقات ما باید امروز شک بکنیم نسبت به اون چیزی که نسبت به فرم، وقتی که تبدیل میشه به بخشی از بازار، وقتی تبدیل میشه به بخشی از هر بازاری، بازار جشنواره، بازار مارکت. این اینا همش برمیگرده به اون بحثی که اول داشتم، یعنی میخوام بهت بگم که من چقدر جایگاه مخاطب رو امروز جایگاه ترسناک میبینم، یعنی اتفاقا این همه امتیازی که به مخاطب داده شده در سالهای 2000 به بعد و اونو حاکم اصلی هنر کرده، به نظرم امتیاز ترسناکیه که بهش داده شده، ولی حالا بعد میشه راجع بهش حرف بزنیم. اما برگردم دوباره به فیلمای خودم، یعنی این چیزی که بیشتر مد نظر تو این لایف راجبش حرف بخوایم راجبش حرف بزنیم. ببین تیام، برای من مسیر با یه جور نمیتونم بهش بگم انتظار، ولی انتظار رو به اون مفهوم لغتیش به کار ببر، تفکیک کردن به اون مفهوم اتفاق میفته. یعنی من با خودم فکر کردم که مسیر برای تفکیک کردن عناصر از همدیگه چطوریه؟ تفکیک کردن داستان از ساختارش، تفکیک کردن معنا از این دوتا، تفکیک کردن مثلا بازی از حس، تفکیک کردن نمیدونم دیالوگ از موقعیتی که توی صحنه است. این تفکیک کردن که البته میگم در هنرها مثلا تا سالهای دهه 60 حکم فرمایی هنرهای انواع شکلهای انتزاع در هنره، ولی فکر کردم که چطوری ممکنه امروز
دوباره بتونیم راجبش فکر بکنیم. آیا ما میتونیم این همه عناصر رو از هم دیگه دوباره تفکیک کنیم و تفکیک شده بهشون نگاه کنیم؟ یه ایده دیگه‌ای که وجود داره، من این روزا سر کلاس با بچه‌ها راجبش حرف میزنم، اینه که ما در فیلم به صورت معمول یه وضعیت سگانه میبینیم، در یه سلایه با فیلم‌ها نگاه میکنیم. لایه اول رو در سینمای داستانی لایه داستان قرار میدیم، لایه دوم رو یه لایه قرار میدیم که توش داریم سعی میکنیم به لایه داستانی حسهایی رو اضافه بکنیم، و بعد یه لایه سوم به اسم معنا در نظر میگیریم. فکر میکنیم که مخاطب از با نگاه کردن به یک فیلم این سه تا لایه رو 1-2-3 پشت سر هم میذاره. اول احتمالاً با داستان درگیر میشه، بعد این داستانی تاثیر حسی روش میذاره، و بعد احتمالاً از دل این دوتا به یه معنایی در دل فیلم ممکنه دسترسی پیدا بکنه و برسه. خب اگر ما بخوایم به اون اصل تفکیکی که بهت گفتم بپردازیم، آیا میتونیم این ستاره از هم دیگه جدا کنیم؟ و با جدا کردنش آیا میتونیم اینا رو جا به جا بکنیم؟ یعنی مثلا لایه داستان رو بریم تو لایه پشتی بذاریم، کاری که سینمای تجربی میکنه دیگه. سینمای تجربی شاید اصلا لایه داستان رو کلن بر میداره و میگه که فقط به این دوتای بعدی نگاه کن. بله. خب میگه به لایه دوم نگاه کن، شاید بازیش بتونه به لایه سوم برسی. مثلا توی ایده‌ای مثل فیلم مقاله، حالا اگه ترجمه درستی داشته باشیم ازش، اون میگه که چطوری ممکنه بتونیم این لایه‌ها رو جابجا بکنیم، چطوری ممکنه لایه معنا رو همسنگ لایه‌های حسی یا حتی لایه‌های داستانی بکنیم توی یک فیلم، هم بیاریمشون توی لول بزنیم. پس توی این تفکیک، توی این بازی کردن با این سه تا لایه، برای من یه چراغ‌های روشن شد چطوری ممکنه بتونیم این سه تا رو با هم دیگه کار بکنیم. من اینجوری سر کلاس ها راجع به این سه تا لایه با بچه ها همین امروز صحبت میکنم. اما راجع به این معنای این مثلا اگر بخوام پیشتر برم توی همین بحث، باید بگم که و مرتبطش کنم با اون بحثی که راجع به تماشا چی داشتیم، باید بگم که لایه سوم و اون لایه معنایی، اون لایه سومی که داریم ازش حرف میزنیم، تیام چطوری ممکنه سازوکارش چیه؟ آیا همون بحثایی که تو داشتی میگفتی راجع به خودآگاهی، آیا از طریق خالق توی یک اثر گذاشته میشه و یا از طریق مخاطب یک اثر پیدا میشه؟ در واقع کدوم یکی از این دوتاست که دارن کار میکنن؟ آیا فیلم معنا رو در خودش داره، یا آیا معنا سازوکاریه که از طریق مخاطب یک فیلم ساخته میشه؟ در مواجهه با یک فیلم از طریق اون ساخته میشه. خب این ما رو میبره به سمت یه بحث دیگه، حالا میبره به جای دیگه، به سمت و سوش فرق میکنه. ولی به هر حال اون چیزی که برای من اتفاق میفتاد اینجوری بود. از طرف دیگه دوربینای دیجیتال بهت گفتم که اومده و اون سالا اومده بود، و اولین چیزی که برای ما تو دوربینای دیجیتال فرق میکرد با اون مفهومی که توی فیلم برداری داشتیم راجبش میخوندیم، این بود که تو کلاسای فیلم برداریمون یاد میگرفتیم چطوری پلانامونو باید سر یک تایمی نگه داریم و طولانی ترش نکنیم. تو لطف داشتی در مورد من گفتی راجع به ساختار فیلم تک پلان و اینا، هرچند که من فکر میکنم، من خودم توی بچه هایی که فیلم های تک پلانه ساختن توی ایران بعد از فیلم مثلا محدوده دایره یا فیلم ماهی و گربه و اینا، فیلم هایی دیدم که به نظرم دارن این زبان رو تکمیل میکنن. خب منظورم اینه که من همه کردیت موضوع سینمای مثلا فیلم‌های تکلانه در شکل ایرانیشو قطعا به فیلم ماهی و گربه و مهدی دایره نمیدم. مثلا من فیلم الان اسمشو شاید یادم رفته باشه، یه فیلمی بود که چیز بازی میکرد، شاید صابر عبر بازی میکرد توی یه پارک، متامورفیس بود فکر میکنم. یه بیوزنی هم داشتیم تو قطار بود، مال بیوزنی مهدی فرد قادری. ایده که توی لوکیشن با خودش میاره ایده جذابیه به نظرم، یعنی لوکیشن رو تنگتر میکنه. فیلم اون متامورفیسی که داریم ازش حرف میزنیم در واقع یه جور لایه برداری میکرد از وضعیت زمان، برای من خیلی جذاب بود ایدهی که توش وجود داشت. یه فیلم دیگه داشتیم پلان سکانس بود که با موقعیت چیز کار کرد توی سینما خودمونا، با موقعیت زمان واقعی و رالیستی که بیرونم داشت اتفاق میفتاد، یعنی مثلا از یه دم غروب تا صبح زود. آها فکر کن که داخلی بود، یه دونه ویکتوریا داشتیم اینجوری فکر کنم. نه ایرانی گولدن تایم ایرانی. یه فیلم کوتاه داریم که اسمش یادم رفته، ولی میدونی چی میشد؟ مثلا فیلم که شروع میشد
دمدمای صبح بود، تمام که میشد صبح بود. خب این ایده قبل از ویکتوریا، یعنی در واقع توی ویکتوریا یه ایده پلان سکانسی وجود داره که توی ایده پلان سکانس در واقع زمان به مفهوم چیزی که بیرونم هست توش معنا پیدا میکنه، و اینو ما توی فیلم کوتاه ایرانی داشتیم پیش از این. الان اسم فیلم ها یادم رفته، من پیر دارم میشم دیگه تیم. بخاطر همین من میخوام بگم در فیلم کوتاه ایرانی خیلی ایده های جذابی وجود داره، و واقعیتش اینه که من فیلم های کوتاه پلان سکانس ایرانی خیلی برام فکر میکنم در ایده هایی که خود تو کار کردی با مفهوم پلان سکانس یه دونه داشتم. بله آره، سیماتیک. سیماتیک به نظرم ایده ای که تو در مواجهه با مثلا اسپریت سکرین و نمیدونم جا به جایی موقعیت ابجکتیو و سوبجکتیو داری، خب خیلی ایده جذابیه. و میخوام بگم اینا چیزایی نیست که فکر میکنم که من تحت تاثیر مثلا یکی دو تا فیلم کوتاهی که من کار کردم باشه. ممنونم ازت، خیلی متشکرم از کریدیتی که تو دادی. این بس همینه که میدونی حالا مثلا من خود منم در یک اشل کوتاهش البته مثلا میگم تست میکنم به یه فرمت دیگه، سعی میکنم مثلا میبینم اگر جذابه به یک از نظر ساختاری یک تغییری توش بدم، یعنی سعی میکنم 360 درجه رو بدم، فیلم بردار ندارم، صدا بردار ندارم، حالا اینکه من درستم یا غلط یه بحث دیگه است. اون مبحثی که برام بود همین بحث آگاهیه بود که یهو میبینیم مثلا اصلا آقای فرهادی یه کاری میکنه جواب میگیره، شهرام می کاری میکنه توی فرمت دیگه جواب میگیره، که البته به نظرم ساختارهای فیلم داستانی خیلی متفاوته. من شاید بتونم کلیشه های فرهادی رو بردارم، حالا نمیگم مثل آقای فرهادی فیلم بسازم، من نوعی فیلمساز منظورمه ها، بچه‌ها منظورمه، نزدیک بشم بیشتر به محتوا و قصه، حتی از نظر روایی حتی به نظر من متفاوته، چون گاهن میبینی که خود آقای فرهادی هم یه سری پلان های زیبا داره که بعداً از فیلم برش میده، گاهن میبینی این فکر شده برداشته میشه، میگن بعد میپرسن و میگه نمیخوام درگیرشن، حالا این یه بحث کلیه دارم میگم. ولی فرمی که مثلا شما کار میکنه این نیست که خب کات نکنم که بشه، این شکلی به نظر من نیست، میدونی؟ آره، یعنی آره، خیلی این اتفاق میافته، اینو میگم. ببین یادمه من سالهای قبلتر تو جشنواره فیلم کوتاه تهران یه فیلمی داشتم، اون سال آقای سعید نوری یه فیلمی ساخته بود که خیلی فیلم سعید نوری فیلمش سخت فهم به مفهوم منفی به کار نمیبرم، اتفاقا به مفهوم مثبت دارم به کار میبرم، فیلم سخت فهمی بود اون فیلم کوتاهی که اون سال کار میکرد. یه دونش که خیلی مورد علاقه من بود که روی ساختار تکرار و پلانهای لانگ تیک و این چیزا داشت کار میکرد، یه فیلم دیگه ساخت سال بعدتر از اون فیلم، و توی اون فیلم توی جلسه پرسش و پاسخش من خاطرم از توی من خیلی جوون بودم دیگه، مثلا همون سال اولی که میرفتم جشنواره فیلم تهران، دیدم توی جلسه پرسش و پاسخ فیلم سعید نوری به این به وقتی که ازش در مورد یکی از پلانهای فیلمش پرسیدن، سعید به حجم نگاتیوی که توی کاسته اشاره کرد، گفت به تماشاچی گفت که من شاید یه مقداری مثلا از سوالی که پرسیده بودنم عصبانی شده بود یا در مورد ایناش خاطرم نیست، ولی به اونا اشاره کرد که آیا برای شما این اهمیتی وجود داره که من این پلان من 4 دقیقه و مثلا 11 فریمه و این دقیقاً اندازه نگاتیویه که من گذاشتم تو دوربین، نقل به مضمون دارم میکنم، یعنی دوربین رو روشن کردم و صرف به اندازه تمام فریمامو دارم استفاده میکنم و اینو توی مفهوم لانگ تک دارم بکنم. خب خیلی برای من جواب جذابی داشت، ولی میدونم که اون جواب خیلی هم مورد پسند آدمای تو سالن بودن قرار نگرفت، چون اونا میگفتن به ما چه که 4 دقیقه و مثلا 10 فریم گرفتی، این برای ما اهمیتی نداره. اون چیزی که برای من جذاب بود همین مفاهیم بود، چون که همون موقع داشتم تو دانشگاه با ایده چیز کار میکردم، داشتم دوربین دیجیتال فکر میکردم، قبلتر از اونا بود، خیلی قبلتر از اینا. میدونی چیام توی این سالها، یعنی مثلا من سالی که اومدم دانشگاه جذابیت پنهان زمان رو ساخته بودم، خیلی جوونی، ولی اون موقع دوربین دیجیتال اومده بود و توی دکمه میزدی و اندازه که کاستت میچرخید 90 دقیقه بعد میتونستی استاپ کنی. من چی و این ایده به وجود اومد برام که آیا اگر من برگردم به ابتدای تاریخ سینما و با خودم فکر کنم تدوین چرا ساخته شد، به این ایده نمیرسم که چون محدود بود اندازه کاست و تو مجبور بودی پلان ها رو روایت ها رو بلندتر بگیری، پس ادیت کردی که اینا رو به هم دیگه بچسبونی. میدونم که الان بدیهیه که زبان سینما با ادیت کار میکنه، این بدیهیه برای ما، ولی ابتدای تاریخ سینما یا این بر اساس یک محدودیت نبود. چندی پیش داشتم به فیلم مستندی رو میدیدم راجب موزیک، اون توی اون فیلم مستند مدعی میشد که میدونین چرا ترک های موزیک شدن مثلا
نمیدونم چقدر 4 دقیقه چرا هر ترک موزیک شد چه، به خاطر اینکه اندازه کاستی که تو باید کار میکردی، اندازه صفحه گرامافون یا اندازه سی دی مهم بود، نه زیبایی شناسی موزیک که مثلا بگه که آقا این ترک باید 15 دقیقه باشه. به خاطر همین اون موقع یه گروه های مثل پینک فلوید یا کامل یا چیزایی از این دست وقتی که می اومدن ترک هاشون رو طولانی تم کردن، آشنایی زدا و ساختار شکن به نظر می رسن، چون انگار داشتن به قوانینی که اونا رو محدود می کرد به تولید بر اساس فرمول جواب نمی دادن، کار نمی کردن. پس ایده های اصلی از اینجا برام اومد، دوربین دیجیتال، اندازه کاسه، تفکیک کردن لایه های مختلف از هم دیگه و همه اینا رو اضافه کن به اون نکته که گفتی، یعنی آشنایی من با یه نقاش گرافیستی به اسم اشه از طریق یه دوست نقاشی که در دانشگاه داشتم، آقای مهدی ایمانی، و اون کتابی از اشه داشت و من یه بار تو خونه اون وقتی اون کتاب بودم، خب قبلا طراحی اشه رو دیده بودم، تیشرت و نمیدونم حتی کاست های سی دی های موزیک و چیزایی از اون دست، ولی بیشتر برام یه جنبه‌ای مثلا سرگرم کننده داشت، چون خیلی استعداد اینو داره که تبدیل بشه به چیز ایده های سرگرم کننده پاپ. ولی با خوندن اون کتاب و با آشنا شدن با ایده هاش و طرز تفکرش و نمیدونم نگاهی که به پرسپکتیو در معماری داشته و همه اینا، فکر کنم آیا میشه چنین کاری رو تو سینما کرد یا نه، یعنی آیا میشه تصویر ناممکن رو، چیزی که اشر در معماری ازش حرف میزنه، به سینما کشوند. این ایده بود که از اشر فکر کردم باید به دست بیاد برام. فکر میکنم حتی جان بفرمایید. بعد مثلا وقتی تو اشر به تابلوها نگاه کردم، تیام دیدم که تابلوها با معناش فقط وقتی که تو چشمت رو امتداد میدی در حرکت ساخته دمیقا. میشه، یعنی تو باید نگاه کنی، امتداد بدی حرکت رو، دوباره برگردی به سرمنشأ و فکر کنی آها این یه رازه، و به خاطر همین فکر کنم معنای این یعنی پلان سکانس بودن، معنای این یعنی یک تک گرفتن، معنای این یعنی اون ایده هایی که از آدم های مختلف تو سینما به ذهنم رسیده بود و همه این چیزا، مجموعی اینا بود. عالی، خیلی جالب. میگم بچه ها اگر یه سرچ بکنن، حالا سایت آقای اشر هم هست، میتونن سرچ بکنن سایت رو ببینن، اولین چیزایی که میبینن اون پله های در هم و اون فضاهایی که به قول تو میچرخیم و در یک محدوده دایره ذهنی البته قرار میگیریم، بله. که تو اونو به نظر من ساختار کردی و باش یک فیلم ساختی. یه سوال اینجا برای من پیش میاد، حالا یه جور دیگه بپرسیم، یعنی تایتل ما اینه که چرا فیلم تجربه می‌سازی، من این سوال این شکلی میپرسم که ساختن این فرم های به اصطلاح تجربی که خیلی بیشتر به ساختار سینما برمیگشته چقدر کمک کرده در ساختن فیلم های بلند تو، یعنی واقعا اصلا تأثیری داشته یا نه اونا تمرین بوده، داشتی تمرین میکردی میدونستی از اول میخوای اون رو بسازی؟ میخوام از اینجا شاید به اون جوابه برسیم، اگر سوال درستی باشه یا میتونی چکشکاریش کنی. بله 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 کنی حتما. نه سوال درستیه کاملا. ببین به نظرم ساختن فیلم تجربه به صورت کلی به سینما کمک میکنه تیام، یعنی منظور نیست که صرفا فیلمایی که ما میسازیم، فیلم کلن ساختن فیلم تجربی یه ایده جالبی توی خودش داره. اون ایده اینه که ما دست از ترسیدن برداریم، و همیشه در وقتی دست از ترسیدن برمیداریمه که اتفاق میفته. همیشه به آدما میگم این جمله رو زیاد شنیدی تیام، ما چی کار کنیم که یه فیلمی بسازیم که هم جشنواره ها دوست داشته باشن هم مردم، چی کار کنیم که یه فیلمی بسازیم که هم اسکار رو بگیره هم کن، مثلا اگه کن رو هنری فرض کنیم، اسکار رو تجاری فرض کنیم، سینمای عام پسندتر فرض کنیم، یا چی کار کنیم که یه فیلمی که هم منتقد دوست داشته باشه هم مخاطب. همیشه هم در توصیه به جوانان فیلمساز، آدم هایی که تجربه دارن و موسفید کردن در این حوزه، میگن که بهتره دنبال این باشی که فیلمی بسازی که هم مخاطب دوست داشته باشه، هم منتقد، هم جشنواره دوست داشته باشه، هم گیشه بفروشه. خب کسایی که میتونن چنین کاری رو بکنن، یعنی یه فیلمایی بسازن که اینجا آدمای خوشبختی هستن، و فکر میکنم که تعدادشون هم کمه، در سینمای ایران تعدادشون کمه، در سینمای دنیا هم تعدادشون کمه، یعنی حالا راجب منتقد البته حرف وجود داره، در واقع باید اینجوری بگیم که عجیبه تیام که میشه نقد رو درس داد،
در واقع وقتی بشه نقد رو درس داد، یعنی نقد خودش کالاست برای فروش، میفهمید چی میگم؟ یعنی جالبه، یعنی نقد تبدیل میشه به فرمول ها. وقتی خود نقد تبدیل بشه به فرمول، چطوری ممکنه در جایگاه نقد قرار بگیره؟ میدونی راجع به چی دارم حرف میزنم؟ منظورم اینه که نقد اگه قراره براشوبنده باشه، اگه قراره به هم زننده نظم باشه، اگه قراره که نمیدونم میزو برگردونه، وقتی خودش رو میشه دیگه آموزش داد و درس داد و وقتی میشه خودش رو ارائه کرد، وقتی خودش رو میشه کالا کرد، چطوری ممکنه این کار رو بکنه؟ در نتیجه آدم راجع به جایگاه منتقد کمی باید فکر بکنه. یعنی این منظورم چیزیست، منظورم خدای نکرده توهین به منتقد نیست، دارم میگم فکر کنیم، همونطور که راجع به جایگاه فیلمساز فکر میکنیم، داریم راجع به جایگاه منتقد هم فکر میکنیم که آیا منتقد امروز خودش بخشی از باز صنعت سرگرمیه، یعنی آیا خودش بخشی از صنعت و بخشی از ابزار قابل فروشه یا نه، همونطور که فیلم، همونطور که فیلمساز، همونطور که همه اینا میتونن بخشی از این باشن. خب ببخش من هر حرفی که تو میزنی، مشکل اینه که همه ذهنم میره سراغ یه عالمه. هیچ اشکالی نداره به نظرم، ولی حرف درسته، چون متاسفانه الان این اتفاق افتاده برای بحث نقد، حالا چه در سینمای ما فکر میکنم و چه در جاهای دیگه گاهن. بس این من که منظورم توهین به منتقدها نیست، مثلا میگم فلان منتقد بس فلان منتقد است، کلا دارم راجع به مفهوم نقد فیلم حرف میزنم. وقتی که ما از میگم از روزی که ما بتونیم سینما رو، اصلا سینما، وقتی که ما میتونیم سینما رو در آموزشگاه ها درس بدیم، منظورمون اینه که داریم یه سری فرمول آموزش میدیم، منظورمون اینه داریم یه سری، من خودم این کارو میکنم، فرمول آموزش میدم. آرزوم اینه که بچه‌هام به فرمولایی که من آموزش میدم گوش نکنن و برن یه جوری دیگه فیلم بسازن، ولی فکر می‌کنم ضرورت داره که اون فرمول‌ها رو یاد بگیرن. در مورد نقد باز با این مسئله مواجه هستم، یعنی فکر می‌کنم که منتقدها وقتی خود نقد رو تبدیل می‌کنیم به کالایی که برای فروش یا کالایی برای آموزش دادن، اون موقع جایگاهش رو با و چجوری باید رفتار بکنیم راجع بهش. اولین سوالت یادم رفت اصلا. نه عرض میکنم این که نه ده. یک بعد از این اتفاقا به نظر من میتونم ربطش بدم، فکر میکنم ببنا بر اینه که وقتی که میخواییم فیلمی رو نقد بکنیم یا منتقدی میخواد بشینه و یک کاری رو نقد بکنه، بحث اینه که غالبا حالا در سمت خودمون، حالا در ایران اون برم گاهن پیش میاد نسبت شاید به سینمای ما، گاهن سینمای داستانیمون بیشتر، که وقتی نگاه میکنم به کار بیشتر کانتنت مهمه، مفهوم مهمه، قصه مهمه، اینکه چه جوری داره روایتش میکنه مهم نیست. میدونین چی دارم میگم؟ بحث اینه که این لایه‌هایی که گفتی داستان و غیره رو ور نمیداره که برسه به اون تهش. میدونی به نظرم در نقد هم باید این اتفاق بیفته، اگه به ساختار میخواد برسه داستان رو یه بار بذاریم کنار، حالا اون تحلیل خودش رو داره، یک زاویه نگاه دیگه‌ای بهش داشته باشیم که بتونیم اون فرم حالا به اون برای همون کاراکتر و برای همون فیلم، البته نه به اون تاریخی که گفتیم برگردیم بگیم در چه جایی، در اون زمان و در اون در برای همون فیلم ساز مؤلفی که این فرمو چیز کرده تحلیلش بکنیم. به نظرم این چنین میتونیم چیز کنیم. اما نکته که عرض کردم این بود که در همه نقد هایی که شنیدی و اتفاقایی که افتاد و ساختن مثلا فیلم های تجربی که داشتی در مسیر الان سینمای بلند و سینمای بدنی که درش موفق هستی، آره چه تأثیری داشته اصلا، یا اینکه نه تو میدونستی میساختی و میرفتی بهش برسی، یا اینکه نه تجربه کردی و بعد دیدی نه این شکلی درست تره. میدونی چی عرض میکنم؟ بله متوجه شدم، ببخشید من خیلی خواهش میکنم مفصلی چیز دیگر اصلا گفتم. بله فکر میکنم همونطور که داشتم میگفتم به نظرم کاملا کمک کننده است، یعنی باید برای داشتم اینو میگفتم که ما چطوری اون وسط ممکنه که بگیم یه فیلم بسازیم که فلان و فلان. حالا میدونی چطوریه تیام؟ موقعی که ما داریم راجب تغییر حرف میزنیم، اتفاقا راجب این ایده وسط نمیتونیم صحبت بکنیم. کسانی که تو دو تا سر هستن تغییرات بزرگتری به وجود میارن، یعنی برای تغییر دادن تو نیاز داری که رادیکال رفتار بکنی، متعلق به یک ور خط باشی، چه اون ور خیلی مخاطب پسند، چه اون ور خیلی رادیکال، مثلا حالا اگه اسمشو بذاریم نخبه پسند، حالا هنری پسند، هر جوری که میخوایم اسمشو بذاریم که راحت تر باشه برامون، متعلق به یکی از این دوتا سر باشیم. مادامی که وسط داریم کار میکنیم، در تثبیت وضعیت موجود داریم کار میکنیم. خب یعنی تمام کسانی که شما رو تشویق میکنن به اینی که فیلمی بسازید که هم این ور خط رو داشته باشه هم اون ور خط رو، به عبارتی دیگه دارن شما رو اون وسط نگه میدارن. وسط نگه داشتن
یه ایده‌ای در خودش داره که میتونیم اسمشو بذاریم محافظه کاری. درسته؟ یعنی در واقع محافظه کارا وضعیت موجود رو حفظ میکنن، خب، و این رو باعث یه ایده‌ای یادداشت کردم، بذار راجبه پیداش بکنم ببینم کجا یادش کردم، راجبه این که محافظه کارها چه اصول کلی رو دارن. ببین اینجاست، میگه 5 اصل مهم محافظه کاری اینه که تو به سنت ها پایبند باشی. حالا اینو در مورد جوامع داره میگه، ما برش گردونیم به سینما، به سنت ها در سینما پایبند باشیم. بعدش در مورد جوامع، در مورد، حالا من شکل سینماشو میگم، ما بتونیم اون شکل ارگانیک رو توی سینما ترسیم بکنیم، یعنی بتونیم راجع به وضعیت همین چیزایی که گفتیم به شکل مشخص داشته باشیم، منتقد کیست، مخاطب کیست، تماشاگر کیست، نمیدونم فروش کجاست، کیش کجاست، همین رو به شکل تثبیت شده تو ذهنمون داشته باشیم و در این بین مفاهیمی مثل سلسله مراتب رو رعایت بکنیم. مثلا بدونیم استاد وجود داره، شاگرد وجود داره، قدیم وجود داره، جدید وجود داره، این رعایت کردن این وضعیت سلسله مراتبی رو داشته باشیم. حتما توش ایده‌ای مثل اقتدار، به مفهوم این که ببین، ما دیدیم، ما تو سینمامون وقتی داریم حرف می‌زنیم راجع به این حرف می‌زنیم که بعضی از فیلمسازا پانتئون نشینن، قبول می‌کنیم بعضی استاد بزرگن، قبول می‌کنیم بعضیا مثلا تازه وارد سینما شدن، قبول به همه این چنین مفاهیم داریم. ببین اینا یه سلسله روابط می‌سازه که این سلسله روابط مجموعه اون چیزی رو داره شکل می‌ده که بهش میگن محافظه‌کار بودن. خب توی چنین شرایطی ما اون وسط پاره خط قرار میدیم، اما برای تغییر احتیاج به این داریم که یکی از این دو سر پاره خط باشیم. به خاطر همین وقتی که به سینمای تجربی نگاه میکنیم که یکی از این دو سر پاره خط رو هدف قرار داده که اون سر رادیکال بودنه، میبینیم که اتفاقا ایده هایی که در فیلم ها، موقع فیلم های مثلا تو الان داری از راشمون و از ریدلی اسکات حرف میزنی، ایده هایی که در فیلم ها روزگاری ایده های رادیکال محسوب می شده، می تونه بعدها در سینمای پاپ تماشاچی پسند مورد استفاده قرار بگیره. چقدر ما چنین ایده هایی داشتیم در طول تاریخ سینما که وقتی به ابتدای تاریخ سینما نگاه می کنیم اونا رو به عنوان ایده های خیلی رادیکال می شناسیم، ولی وقتی امروز داریم بهشون نگاه می کنیم اونا رو خیلی ایده های قابل دسترسی می دونیم. سینمای تجربی یه چنین کاری انجام میده. در واقع برای من سینمای تجربی یه جور ابداع و بازآفرینی باید بکنه، مفاهیمی رو که قبلا توی سینما وجود داشته ابداع و بازآفرینی بکنه. اگر این کار رو داره انجام میده، یعنی داره به نفع سینمای بلند داره کار میکنه، یعنی داره به نفع، ببخشید، به نفع سینمای مرسوم داره کار میکنه، بلند منظورم نبود، سینمای معمول داره کار میکنه، چون در دل این ابداع و بازآفرینی مفاهیمی به وجود میاد که اون مفاهیم کاملا به درد سینمای بلند میخوره. حالا ولی ادامه دادن این مسیر کار ساده نیست، یعنی ادامه دادن این مسیر باعث میشه که تو دائم توی مسئله ابداع و بازآفرینی، آشنایی زدایی، توی چنین چیزهایی بخوای به باقی بمونی، توی چنین مسیر بخوای باقی بمونی، و این مسیر واقعا مسیر مشکلیه. واقعا مثلا توی آدم مثل گودار رو نگاه کن که سعی کرده که این مسیر رو تا در تمام طول فیلمسازیش حفظ بکنه. در واقع امروز سینمای دنیا یک مفهوم ارزشی رو برای خودش تعریف کرده که اون یعنی پول. این مفهوم ارزشی آنچنان اومده جایی همه چی رو گرفته که دیگه مفهومی مثل ابداع، مفهومی مثل آشنایی زدایی، مفهومی مثل بازآفرینی، مفهومی مثل نوگرایی، مفهومی مثل آوانگاردیسم، هر مفهوم دیگه رو تو بخوای توی سینما پیدا بکنی، از نظر سینمای امروز دنیا وقتی خوبه که منجر به تولید پول بشه. دیشه. این تولید پول چون یه کمی چیز به وجود، یه کمی غیر روشن فکرانه ممکنه به نظر بیاد، اومده یه کاور روش گذاشته، اسم اون کاور گذاشته تماشاگر، میگه یک فیلم وقتی خوب است که تماشاگر داشته باشد. میگه تو میخوای رادیکال ترین فیلم دنیا رو بساز، چقدر این جمله رو شنیدیم، ولی میخوای بذاریش تو کمدت. به هر حال رادیکال ترین فیلم دنیا باید تماشاگر داشته باشد. تماشاگر در سینمای دنیا یعنی پول، یعنی کاوری که روی پول گذاشته شده یعنی تماشاچی. خب این کاور امروز انقدر بزرگ داره رفتار میکنه
که تصمیم گیرنده در مورد همه مناسبات صنعت سینماست. تماشاچی تعیین میکنه که کی حق حیات داره توی سینما. تماشاچی تعیین میکنه که چه مدل فیلمی باید ساخته بشه. تماشاچی تعیین میکنه که چی به روز جدید آوانگارد جالب اونه که تعیین میکنه. زیر تماشاچی چی قرار گرفته؟ پول قرار گرفته. بله. یعنی وقتی که ما اینجوری نگاه میکنیم ببینیم که منظور از تماشاچی چیه، میگه منظور فیلمیه که بهتر میفروشه، بیشتر دیده میشه و همه چیزا. اینو من اسمشو میذارم خطر تماشاگر. خطر تماشاگر در واقع ممکنه یه موقع ایده خوبی به نظر میرسیده. مثلا من یه جمله یادداشت کردم تیام از بذار تا پیداش بکنم. میگه که من ببین یه موقعی مثلا بارت در 1967 میگه که ببین این جمله رو اینو برات میخونم ببین، ولی اون مقصدی که توش وجود داره ببین، میگه متن نوشته های میگه متن از نوشته های متعدد از فرهنگ های مختلف و از گوناگونی های متنوعی درست میشه. یه متن مثلا یه فیلم فرض کنیم، اینجا یک فیلم از ایده های مختلف و فرهنگ های مختلف و فیلم ساز میگه که تمام اینها میاد و در یک جا متمرکز میشه و اون یک جا من دارم تغییر میدم جمله رو، تماشاچی فیلمه. اینجا میگه خواننده، میگه اون تماشاچی فیلمه، میگه اون طوری که قبلا گفته شده این نویسنده نیست که داره هک میکنه، این خالق اثر هنری نیست که داره به وجود میاره، بلکه این تماشاچیه یا خواننده است که داره بر اون هک میشه. خب میگه وحدت یک متن در مقصدشه نه در مبدعش. خب حالا ما وقتی که یه چنین ایده‌ای داریم، یعنی کل اعتبار رو ترجمه من میتونم بکنم، یعنی منظور اینجوری برای درک بهتر جسارت بکنم توی صحبتت، یعنی به واقع پیامون چیزی نیست که ما میگیم، پیامون چیزی که مخاطب برداشت میکنه در یک در واقع یه چنین چیزی. اصلا مگه در این حرف داره گفته میشه؟ مگه تو اصلا چیزی میتونی بگی؟ مهم اینه که اون چی داره میگیره. دقیقا. حالا ما داریم ترجمه ساده میگم، بعد میدونم بچهای فلسفه میان میگن آخه اینا بعد میگن وسط و بعد یه چیزایی میگن که ببین، ولی کل اعتبار رو ما میدونیم چیکار داریم میکنیم. ما در شکل اقراق شده نگاه کردن به چنین تعریفی، کل اعتبار رو از نویسنده یا کل اعتبار رو از خالق یک فیلم مثلا سلب میکنیم و اون رو میسپاریم به دست تماشاچی. فکر کن چه اتفاقی میفته در شکل مثلا در شکل همین بازار سینما. ما یک عالم جمله میخونیم، یک عالم حرف میخونیم راجع به این که این فیلم خوبه چون انقدر دیده شده، این فیلم خوبه چون انقدر بلیت فروخته، این فیلم خوبه چون انقدر دقیقه تماشا شده، این فیلم خوبه چون انقدر کلیک شده، انقدر IMDb حرف زده، انقدر مثل فالوورهای ما در صفحه اینستاگرام. میدونی همینه در واقع، میدونی چه اتفاق میفته توی این شکلی هم. در نهایتش اتفاقی که میفته اینه، ما قبلتر فیلم میساختیم برای اینی که فکر میکردیم به عنوان خالقان و اثر هنری، فکر میکردیم میخوایم خودمون رو یا جنبه های ایده های مختلفی که در ذهنمون وجود داره رو میخوایم منتقل کنیم، خودنمایی کنیم به واسطه اونا برای تماشاگر. تماشاگر الان چیکار میکنه؟ تماشاگر جلوی اینو سد میکنه، فیلم رو میگیره و اونو تبدیل میکنه به یک محصول مصرفی برای خودنمایی خودش. به همین دلیل اظهار نظر مثلا راجع به فیلم‌ها زیاده. بله. دیدی که هر کسی فارغ از این که اصلا درست داره میگه، غلط داره میگه، با یه فکت تاریخی داره حرف میزنه نمیزنه، مثلا بک‌گراندش کسی هست یا نه، میتونه در مورد فیلم اظهار نظر کنه، همونطور که در مورد ماشین، در مورد فوتبال، در مورد آب و هوا، در مورد همه چی. در واقع ایده اومده روی من قرار گرفته به عنوان مخاطب. من میگم این حق رو دارم، اصلا هم برام مهم نیست شهرام چی میگه، تیام چی میگه، نمیدونم حالا بارت چی میگه یا هر آدمی چی میگه، من اینطوری فکر میکنم. این جمله رو زیاد شنیدیم. این از کجا میاد؟ این از اون ایده ای داره نشأت میگیره که همه چیز رو میآورد و میسپرد به تماشاچی، میگفت محل تجمع اونه. وقتی محل تجمع اون میشه یعنی اون تصمیم میگیره. حالا آیا این نوع تفکر امروز منتقدانی داره؟ بله حتما داره. یعنی توی ایده‌های جدیدی که
من یه چیزی دیگه، یه ایده دیگه رو میخوام یاد براتون بخونم که در واقع رابطه اثر هنری رو، رابطه اثر هنری و تماشاچی رو یه رابطه اینطوری میبینه. میگه که میگه درسته که ما همه چی رو دادیم به تماشاچی، اما آیا معناش اینه که میتونیم از تماشاچی دیگه هیچ مسئولیتی رو انتظار نداشته باشیم؟ اون میگه که تماشاچی برای فهمیدن یک اثر هنری داره یک مسئولیتیه، چون اگر اینطوری نباشه، اگر این مسئولیت بر عهده‌اش نباشه، اون تبدیل میشه به یه تماشاچی مثلا ما هست میشینیم پای تلویزیون، یه کانال تلویزیونی رو نگاه میکنیم، تمام میشه میریم بعدی رو نگاه میکنیم، یه سریال رو نگاه میکنیم، تمام میشه میریم بعدی رو نگاه میکنیم. اصلا چقدر دیگه با این جمله مواجهیم؟ میخوام زامبی طوری دیگه مصرف میکنیم، میخوام یه فیلم ببینم که مغزم کار نکنه. اصلا خیلی از آدم ها اینو میگن، بله. میگن میخوام یه فیلمی رو ببینم که فقط نگاش کنم. میشه یه فیلم ساده ببینیم که نخواهیم راجبش فکر بکنیم؟ بله. میشه یه فیلمی ببینیم که هیچی نداشته باشه، همینجوری ببینیم تصاویر از جلوی چشممون بگذره و نگاش بکنیم؟ در واقع توی این شکل، چون تماشاچی به خودش انقدر معتمد شده که اونه که راجب همیشه تصمیم میگیره، بدون مسئولیت شده حاکم همه چی، شده حاکم سرزمین بزرگی که خالقان آثار هنری بهش دادن. میدونم این جمله یه کمی ممکنه اولد فشن به نظر برسه، ولی به نظرم تیام هنر امروز داره دوباره برمیگرده، دوباره داره برمیگرده به اون دوره‌ای که احتیاج به کمی ارزش گذاری در آثار هنری وجود داره. احتیاج، یعنی بعد از اون جریانی که پست مدرنیسم به وجود آورد و بعد از اون شلوغکاری و نمیدونم به هم زدن همه چی که پست مدرنیسم در دل خودش داشت و دهنکجی کردن به همه چی و به تمثل گرفتن و جابجا کردنش غیر و غیره، هنر این چند سال داره به ما دوباره میگه که ما چطوری دوباره نیاز به یک وضعیت ارزش گذاری داریم، و الا اینطوری که داریم پیش میریم، اینجوری که داریم پیش میریم، چیزی جز تماشاچی که دیگه از این روزی هم حوصله نمیکنه ما رو نگاه کنه وجود نخواهد داشت. ما رو به این سمت. حالا ما چرا باید فیلم تجربی بسازیم تیام؟ دقیقاً به این دلیل، به این دلیل باید فیلم تجربی بسازیم که تلنگر بزنیم به تماشاچی، از ما عصبانی خواهد شد. تماشاچی امروز چیزی رو نفهمه ازش عصبانی میشه تیام. بله. تماشاچی امروز چیزی رو نفهمه، اونو فاقد ارزش میدونه. بله. میگه هر چی میخوای بگی بگو، من نمیفهمم. خب وقتی که چیزی، وقتی با اون، وقتی که مواجه میشه با یه اثر هنری، وقتی براش مطلوبه که بر اون تسلط پیدا بکنه، بفهمه که توش چی داره میگذره، بتونه خودش رو همونطور که قبلا گفتم به واسطش ارائه بده. بله. اگر نتونه این کارو بکنه، خود اثر رو کلا نابود میکنه، کلا اونو نادیده میگیره، زیر پاشو خالی میکنه، وقتی که نمیتونه برش مسلط بشه یه چنین کار رو انجام میده. فیلم تجربی ساختن و استمرار در ساختنش به نظر من باید به تماشاچی یادآوری بکنه که ما الان در مرحله نیاز به دوباره دیدن هستیم. یعنی آقا یه فیلم رو دوبار ببین، یه فیلم رو که دیدی راجبش کتاب بخون، چه اشکالی داره که این اتفاقات بیفته؟ قبلا اینطوری بود، قبلا در دوره مثلا برگمان و نمیدونم تروفو و گودار و اینا، آدم ها فیلم میخوندن، فیلم میدیدن و میرفتن در یک محافلی و میشنیدن راجع به فیلم ها. الان آدم ها در اینستاگرام اظهار نظر میکنن راجع به فیلم ها. بله. دیگه کسی نمیشنوه چیزی، حرفی رو نمیشنوه، چیزی رو نمیخونه، کتابی راجع به فیلم ها خونده نمیشه. این تفاوتیه که به نظر من تماشا کرده و استمرار در ساختن فیلم تجربی به خاطر اون وجوه رادیکالی که بهت گفتم درش وجود داره، به نظرم یه جور تلاشه برای اینکه ما امیدوار باشیم تماشاچی رو بتونیم دوباره برگردونیم به اونجایی که مسئولیتی رو دوشش بذاریم. اون فکر نکنه که فقط همین که کنترل تلویزیون دستشه کل مسئولیت رو به عهده داره. و اینم بگم تیام، هم دیگه قول میدم از این دفعه اینو بگم، بعدش هر سوالی که جواب بدیم مستقیم فقط همون سوالو جواب بدم. نه استفاده میکنم، خیلی اینتراکتیو. راجب اینتراکتیو بودن تماشاچی یه نکته رو گفتی که اون خیلی به نظر نکته مهمیه. ببین تیام، باز ما نباید هم ببین، میدونی
به نظرم گاهی اوقات ما گول این بازی رو نباید بخونیم که اینتراکتیو بودن تماشاچی، منظور ما از اینتراکتیو بودن تماشاچی صرفا در حد انتخاب کردن داستانه. برای من خیلی جذابه وقتی نتفلیکس برای اولین بار یه سریالی رو پخش کرد که تو میتونستی با کنترل تلویزیون داستان رو تغییر بدی. آره بندرسنچ فکر کنم من هیچ وقت ندیدمش البته، ولی متاسفانه هیچ وقت ندیدمش، ولی همین که توصیفش رو شنیدم خیلی برام جذاب و جالب بود. خب ولی میدونی تیام به چی دارم فکر میکنم؟ به این که حدی که من از تماشاشیم انتظار دارم چیه. فرض کن تماشاشی توی ماتریکس قرص آبی رو انتخاب کنی یا قرص قرمز رو انتخاب کنه، میخوام ببینم پسش قراره چی ببینه بعد از انتخاب کردن قرص آبی یا بعد از قرار. من میدونم که ما گاهی اوقات به تماشاشی مسئولیت داریم میسپریم، رو دوشش مسئولیت میذاریم، مسئولیتش رو میگیم ببین کنترل ریموت تو یا این یا اون، این مسئولیت توه. خب اونم خوشحاله و اساس تسلط بیشتری میکنه و از این ماجرا و یه جور بازی بین صنعت فیلم و تماشاچی به عنوان تماشاچی اینتراکتیو داره اتفاق میفته. اما اون تماشاچی که من دارم ازش حرف زدم، نه منو، میخواستم از فارل مثال برات بیارم که وقتی داره نقد میکنه، این در سال 2014 اینم یه کتابی در آورده، من کتابو به بچه‌ها معرفی کرده بودم، اسمش رو الان نمیتونم پیدا بکنم، اسم کتاب در مورد با همین تایتل مرگ نویسنده چیز کار کرده، با همین تایتل مرگ نویسنده که از مقاله قبلی بارت برات حرف زدم کار کرده، ولی الان اسم کتابو یادم نیست. ولی اون میگه که ببین ما سه تا لایه ارتباطی داریم، اون از سه لایه حرف میزنه. میگه وقتی که تماشاچی ما داریم با تماشاچی حرف میزنیم، سه تا سطح وجود داره. یه سطح رو بهش میگه سطح ارتباطی، یکی رو بهش میگه سطح هنری و یکی رو بهش میگه سطح عملی. خب میگه این سه تا سطح، منظورم اینه که ما یه کتابی مینویسیم، تماشا خوانندمون فی فیلم سین تماشاشیمون با اون ارتباط برقرار میکنه، این قدم اوله. اما دو تا سطح دیگه وجود داره، اون باید بتونه به لحاظ هنری فیلم رو ارزش گذاری کنه و بعد باید بتونه اون بخشی که داریم راجع به بخش عملیش حرف میزنیم، باید بتونه فیلم رو در تاریخ سینما، در تاریخ کار آرتیست، در تاریخ مسیر آرتیست باید بتونه جایگذاری کنه. اون این سه تا سطح رو براش در نظر میگیره، میگه فقط ارتباط برقرار کردن نیست، میگه فقط این نیست که توی فیلمی رو ببینی و باش ارتباط برقرار کنی، تو با عنوان تماشاچی باید توی اون دو تا لایه دیگه هم اون، البته فارل نه تنها همه بار رو، اون میگه دوباره بعد ارزش رو برگردونیم مثل سابق به خالق و میگه برای این کار، اما نمیتونیم الان دیگه تماشاچی که اینجوری رشد کرده رو فراموش کنیم، ما باید مسئولیتشو بگیم آقا تو نمیتونی همینجوری یه فیلم رو ببینی. میدونی مثل چی میمونه؟ من این مثال ازش خانش باید بخوایم برای فیلم دیگه، درسته؟ یعنی خانشی باید داشته باشه که به اون دو تا لایه بعدی برسه. در واقع میدونیم تیام، محصول یعنی فیلم اینجا امروز قابل کپی کردنه، یعنی قابل کپی پیست کردنه و تعداد انقدر زیاده که تو به عنوان مخاطب نمیتونی از هم تشخیص بدی اینها رو، تعداد فیلم ها زیاده و محصولات قابل کپی کردن، در واقع ارزش از محصول گرفته شده. من همیشه این مثال رو برای بچه‌ها می‌زنم، میگم مدیر عامل یکی از این برندهای معروف کیف رو دعوت کردن توی تلویزیون، در مورد اقتصاد داشتن صحبت می‌کردن، مثلا لوی ویتان فرض کن، و بهش دو تا کیف نشون دادن، گفتن آقا یکی از این لوی ویتان ها رو توی چین ساختن، یکیشو تو کارخونه شما ساختن، تو هم رئیس این کمپانی، لوی ویتان اصلا مال توئه، کدوم مال توئه کدوم چینی؟ این بنده خدا اینو بالا پایین کرد، اینجوری کرد، توشو نگاه کرد، لباشو دست زد، گوشاشو نگاه کرد، بعد نتونست تشخیص بده کدوم یکی چینیه و کدوم یکی اصله. خب در نتیجه چنین روی کردی چه اتفاقی میفته؟ ما ناچاریم اگر بخوایم برگردیم مسیر رو نگاه کنیم، یعنی بریم بفهم مسیر تولید کیف رو نگاه کنیم، مسیر تولید فیلم رو نگاه کنیم، مسیر تولید آثار هنری. خیلی دیدی میگن که اگر فیلم عباس کیارستمی رو من ساخته بودم هیچ کی تحویل نمیگرفت، بدیهیه، چون تو داری در مورد محصول حرف میزنی، یعنی تو داری میگی که اگر این محصول رو من کپی کرده بودم کسی نمیدید، ولی کسی که راجع به عباس کیارستمی داره حرف میزنه داره راجع به مسیر حرف میزنه. اون این محصول رو وقتی داره ارزش میدونه که اون از منظر این مسیر بهش نگاه کنه.
این تماشاچیه که تماشاچیه مسئولیت پذیر امروزه، نه اون تماشاچی که میاد فیلم عباسی کیارستمی رو نگاه میکنه میگه این که کاری نیست، دوربین گذاشته کنار دریا آب میزنیم چوبه میره منم میتونم بسازمش. این میشه اون تماشاچی که در واقع آف کرده و نمیدونه این تماشاچی محصولگرا یا تماشاچی که به مسیر داره توجه میکنه و اونو داره نگاه میکنه. ما فیلم تجربی باید بسازیم که بتونیم چنین تماشاچی رو دوباره بیدار بکنیم، که بدونه به نظرم وقتی داره به این محصول نگاه میکنه یه فیلم پنج کیارستمی و یک فیلم داستانیه که میاد بیرون میگه به درد نمیخوره یا میخوره، یا به قولت حزب و قضاوتش بکنه، یعنی که بگه نه مثلا زاویه دیده من اینه که یه ویدیو آرته، حالا فرای این که برای اوزو بوده عده احترام بوده و غیره و غیره و غیره، اما خانشیه که داری میگی. به نظر من این ارزش گذاری و این مسیری که میگی خیلی مهمه، برای همینه که کسی مثل آقای کیارستمی نمیتونه فیلم بسازه، یا مثل شما و خیلی از دوستای دیگه که دارن کار میکنن. به نظر من شخصا یه سوال فنی من بپرسم، خیلی هم هست تایمی الان یک ساعت و نیم در رکابتی، من خودم خیلی بیشتر دوست دارم اونجوری گپ و گفت کنیم، لذت میبرم و به نظرم این پارادایمی که درست میکنی از انواع الگوها به نظرم در اون ذهنیت و جهانبینی لازمه برای یه فیلم تجربی و خیلی مفیده، چه در بحث مخاطب چه تاثیرگذاری و غیره. یه سوال دارم، این مسیر رو که شما طی کردی به عنوان فیلمساز و الان در جایگاهی که دارید که جایگاه به هر حال والا و قابل اعتنایی هم هست، یه سوال فنی تر اینجوری میخوام بپرسم، شاید سوالی باشه برای بچه‌ها، این که این عناصر فرمی رو حالا شاید میگم باز دوباره میرم روی اون کلمه، چجوری شما الان مثلا اگر یه فیلمنامه رو مینویسی بعد به فرمش فکر میکنی، یا اینکه چگونه بهش میرسی اگر فیلم جدیدی بخوای بسازی، یا همه فیلم آخر مثال مثلا دارم میزنم، یا فیلم قبل هجوم یا قبل‌تر نوشته میشه به فرم رسیده میشه، یا اینکه نه میخوام ببینم اگر قصه ای هم یا ایده ای هم میاد مثلا یه محتوایی یا مفهومی به ذهنت میرسه اون کانسپت چجوری عناصر فرمی شکل میگیره توی ذهن تو، شاید مسیری باشه که بتونی یکم به بچه‌ها کمک کنه، حالا تا اونجایی که بشه، چون میدونم اینجوری نیست که بشه درسش داد من اینجوری به این فرم میرسم، به قولش خودت شکل میگیره. ببین اون چیزی که توی ذهن من اتفاق میفته اینطوریه که من احتمال من راجبه یه شکل فکر میکنم تیام، راجبه یه شکل، یعنی منظورم اینه که مثلا به این فکر میکنم که موقعی که داشتم به محدوده دایره فکر میکردم، داشتم به این فکر میکردم که چطوری میدونه که اون ایده توی فیلم فیل رو از گاس فن سنت میدیدم، همزمان اشه رو باش مثلا همین بحثایی که بهت گفتم اشه وجود داشت و گاس فن سنت وجود داشت و فیلم فیل و همین اتفاقات اینطوری افتاده بود و من داشتم به یه ایده فکر میکردم که توی این ایده رو توی یک نمای پیوسته فیلم برداری بکنم و میخواستم این جهان اینا رو به هم دیگه بریزم، میخوام یکی یکی منبع فکریم رو بهت بگم. ممنون. توی فیلم گاس فن سنت، فیلم فیل، در واقع یه داستانی داره که توی یک روز اتفاق نمیفته، اما کارگردان هیچ اصراری بر این نداره که بخواد قصه رو بخواد به تو بگه دیروز، بخواد به تو بگه امروز، در واقع زمان رو تبدیل به یه چیز به یه ایده باز میکنه، این خط رو از همدیگه باز میکنه و یه میزانسن معروف داره که سه تا آدم از کنار همدیگه تو شهر میشن. من به این فکر میکردم که چطوری ما آیا ممکنه ما بتونیم این میزانسن رو، این میزانسن چرخشی که توی این فیلم وجود داره رو آیا ما میتونیم تبدیل بکنیم به یک نما، یعنی ایده شکلی طراحی بکنیم که تو این ایده شکلی این سه تا آدم از کنار هم دیگه رد بشن. هیچ ایده‌ای هم نداشتم راجع به که اینا چیکار بکنن، یعنی می‌خواستم فقط اینا یه جوری از کنار هم دیگه رد بشن که چیزی شبیه ایده اشر توش در بیاد، یه جور پیوستگی این خطوط از توش در بیاد. یادمه فقط من طراحی کردم ایده رو، شکل رو، و بعد از اینکه یعنی میدونستم آدم آ داره از کنار آدم بی رد میشه، آدم بی میاد از کنار آدم سی رد میشه، آدم سی مثلا یه چیزی میگه آدم دی رد میشه، اینو طراحی کردم در واقع شکلی اینطوری. بعد فکر کردم خب اینو من کجا بسازم، اولین ایده‌ای که به ذهنم رسیده بود این بود که برم توی فضای باز، مثلا همه بچه فیلم کوتاه که میدونن مثلا فیلم نمیشه ساخت و پول نداریم و اینا، فکر کردم مثلا میرم یه جایی مثلا یه ماشینی باشه، یه کوهی باشه، یه لوکیشن خوشگلی پیدا بکنم، بعد یه بهونه پیدا بکنم، این آدمه بره کنار رودخونه مثلا آب ماهی بگیره، اون بیاد از کنار اون رد چه مثلا اون داره آتیش درست میکنه. تو این فکرها دانشگاه سوره هم بود و این پله‌هاش که ایدانه میرفتیم بالا، یه بار که داشتم شمایل پله‌های
اشیر و اینا هم که تو ذهن من بود. بعد با خودم فکر کردم که خب این ایده میتونه توی دانشگاه، یعنی میخوام بگم این موضوع میدونم خیلی مورد انتقاد خیلی از آدم هاست، میگن که چطوری ما ممکنه انقدر تفکیک شده اول به یک شکل فکر کنیم بعد فکر کنیم حالا چی بذاریم روش. خب معلومه اینا با هم دیگه جور در نمیاد، معلومه این فرم گرایی میشه، معلومه غیره و غیره، اما خب به هر حال من این کارو کردم. یعنی میدونی من مسیری که پیش رفتم بدون گوش دادن به چنین حرفایی این بود که اول یه شکل طراحی کردم و بعد برای اون شکل اومدم. به نظر من میاد که در همه هنرهای جهان چنین کاری رو انجام میدن. بعضی وقتا با بچه‌ها سر کلاس میگم مثلا شما وقتی ترانه مینویسید، وقتی آهنگ میسازید، مثل یه فیلم داستانی، بعضی اول شعر رو دارن بعد روش آهنگ میذارن، بعضی اول یه آهنگ میسازن بعد روش شعر کار میکنن، بعضی هم هر دو رو این کارو میکنن. کسی در مورد ترانه به ما نمیگه وا مصیبت ها چرا اول شعر نبود ترانه بود، بعد بگه نه اول باید ترانه میبود شعر میبود. در مورد آثار مختلف هنری ما به چنین ایده دیگه رسیدیم، یعنی ایدمون این نیست که چرا اول این چرا اول اون. در مورد سینما یه مقداری هنوز این چالش وجود داره، اونم به خاطر سیطره بزرگ داستانگویی، وضعیت‌های داستانگوییه. یعنی توی وضعیت‌های داستانگویی چون یه فرم ثابتی وجود داره، فقط اون داستان روش هی تغییر میکنه، قهرمان نمیدونم ضد قهرمان نقطه اوج فلان، داستان دانش آدمایی داریم راجع به داستانا حرف زدن، هی داریم راجع به قصه ها شروع کردن به اظهار نظر کردن و این اتفاقات افتاده، عادت شده این موضوع. دانش توی دفعه اینو یه ذره جابجا میکنی، در واقع ترس از مواجهه با یک ایده ناشناخته سراغت میاد، هم سراغ خودت به عنوان خالق، هم سراغ تماشاگرش به عنوان کسی که داره میبینه. برای من مسیرش اینجوری بود، یعنی مجموعه اینا رو میچینم کنار هم دیگه. پس اول طراحی کردن شکل، ولی امروز تیام شاید به اون شدت به طراحی شکل فکر نمی کنم. امروز در واقع یک کمی دارم راجع به وقایعی فکر می کنم که امکان برداشته شکلی از دل اونا وجود داره. درسته. نه راجع به طراحی یک شکل یک واقعه رو بذارم روش. خب این باز به نظرم بها دادن به داستان نیستا. این به نظرم توی یه شکلی، توی یک شکل، حالا در مثلا صحبتهایی که با نسیم داشتیم در مدل کاری ما، یه بار اینم تند بگم، قرار بود راجع به مدل کار کردن فیلمنامه‌مون توی یه فستیوالی صحبت بکنیم، یه سخنرانی داشتیم، به جای اینکه راجع به اون مدل طبق معمول مثلا با تو راجع به اون مدل حرف بزنیم، تصمیم گرفتیم یه کار متنوع دیگه انجام بدیم. تصمیم گرفتیم که بگیم شکل چطوری استخراج میشه. توی فستیوال در فرنگ بود، اون موقع یه قتل اتفاق افتاده بود در پل مدیریت توی ایران، با چاقو یکی رو کشته بود و بالای سرش راه میرفت و آدم‌ها اطرافونو گرفته بودن و با موبایل ازش فیلم می‌گرفتن و اینا. ما اون صحنه رو که توی فضای مجازی منتشر شده بود مبنا قرار دادیم و فکر کردیم که یک واقعه از قبل اتفاق افتاده. ما هیچی راجع به بک‌گراند آدما نمی‌دونیم، نمی‌دونیم این کیه، اون چه اتفاق افتاده. آیا می‌تونیم با آنالیز کردن این شکل به یک با آنالیز کردن این شکلی که این میزانسن رو داریم میبینیم، ما میتونیم آیا به یه مدلی از روایتگری برسیم؟ در واقع و یه بیس یه سخنرانی رو بر اساس این موضوع انجام دادیم دوتایمون که چطوری ممکنه یه واقعه رو مبنا قرار بدیم. خب از اون سخنرانی به بعد یه ذره بیس کارمونم مثلا روی جنایت بی‌دقت حداقل بردیم روی این مسئله که در انگار که مثلا توش جنایت بی‌دقت به نظر من ماجرای سینما رکس این امکان رو به ما میداد که بتونیم از دلش یه مفهومی در دل تاریخ رو استخراج بکنیم و این رو توی همون شکل‌های آشنایی که همیشه باش کار میکنیم قرار بدیم، که امیدوارم ببینن تماشاگرها و بعد بتونیم راجبش مفصل صحبت بکنیم. حسابی من که منتظرم که ببینم و راجبش گپ و گفت بکنیم خیلی زیاد. اتفاقا خیلی جالبه که میبینم که توی این فیلم آخر توی جشنواره مختلف، حالا از خود ونیز و غیره و شیکاگو و اینها، خیلی روی فیلمنامه هم تاکید میشه، یعنی حتی فیلمنامه جایزه میگیره. حالا در ونیز و جاهای دیگه خیلی بیشتر دیدم، خیلی برای خودم هم جذاب بود که شهرام که اون لایه قصه نه اینکه براش مهم نیست در این بک‌گراند قرار میگیره، این دفعه یه نگاه دیگه داشته. حالا اون چه جوری شده، خیلی جذابی که گفتی الان اگر یه از شکلی شروع میشده الان از یک واقعه شروع میشه، حالا اتفاق وای میگی میشه بیس ذهنی و ادامه پیدا میکنه. البته واقعی که تیام اینو داشته باشه، یعنی امکان برداشت شکلی رو داشته باشه. حالا امکان برداشت شکلی رو داشته باشه. آره. اگه میخوای سوال رو باز کنی. آره یه کامنتی هم با اجازت باز بکنم که
من متوجه نشدم شده 10:30 و خیلی هیجان انگیزه میگم گپ زدنه کلا با تو برای من شخصا جذاب و میدونم برای بچه هم همینطور. یه سری سوال هست که من از دوستان رو اسخای میکنم اگر نمیپرسم یا کامنت ها رو باز میکنم. میگم حالا در بخش کوئسشن هم میتونید بپرسید که من ببینم، مثلا نیازی نیست توی کامنت بگید ولی نگاه میکنم، ولی اگر چیز بود تکراری بود من سعی میکنم جایگزین بپرسم. مثلا راجع به خطر چیز و اینا گفتن که خطر بازیگر و تماشاگر و غیره که گفتی خیلی مفصل صحبت شد به نظرم، اگه برگردم ببینن لایف سیو میشه. بعد آها این اسم آقای متامورفیست، فیلم متامورفیست هم آقای سینا آذین بوده، گفتن اگر میخوام آفرین، ببینن آفرین. بله. دو تا فیلم لانگ تک داره که خیلی قشنگن هر دو تا فیلمش. خب من که ما معرفی کنیم شهر ما فیلمای کوتاه خودت هم برای بچه‌ای که ندیدن فکر می‌کنم بتونیم بگی توی آپارات و اینا، حالا کپی رایت و اینا رو که نمیدونم چه جوریه ولی فکر می‌کنم در سایت ها بتونن ببینن دوستان و استفاده بله. بکنن ازش. من همینجوری دارم میخونم اینها رو. بعد این سوالی که جواب دادی تأثیرش رو به صورت خلاصه هم به من میگی که در فیلم بلند چه جوری تأثیر گذاشت، یعنی الان به چه فرمتی این تاثیر مستقیم بوده روی چیز، چون میدونم که گفتی ساختنش خیلی مهمه، تجربه کردنش خیلی مهمه. میدونی برای من چجوری میتونم بفهمم که احتمالا تاثیر داره؟ من وقتی بچه ها فیلم های کوتاه من و فیلم های بلند من و پشت سر هم دیگه ببینن احتمالا یه مسیر رو توش میتونم پیدا بکنن، یعنی گاهی اوقات به نظر میرسه که شهرام حتی یک ایده رو داره تکرار میکنه. البته من راجبه این توی لایو دیگه ای که در مورد سبک و استایل و اینا صحبت کردم با انجمن سینما جوان مفصل حرف زدم در مورد اینکه چطور ممکنه با تکرار مؤلفه‌های فرمی درسته بتونیم آروم آروم به مثلا یه استایل برسیم. اونجا اگه بچه‌ها دوست داشتن میتونن اون یکی لایو رو ببینن، تو همین صفحه آموزش هست. ولی به نظرم اگه میخوایم بفهمیم این تاثیر چطوریه باید ببینیم که آیا از فیلم‌های کوتاه تا بلند این تاثیر دیده میشه، که به نظرم تو فیلم‌های من هستین. درسته. پس این باز دوباره اون نکته برمیگرده که اگر میخوایم فیلمسازی روی خانشی ازش داشته باشیم بعد نیست که حداقل فیلمسازایی که دوست داریم یا علاقه داریم و ذهنیتمون نزدیکی یه دوره کلی بهشون نگاه کنیم. من خودم که تمام فیلمسازا رو این سینفیل بازیه 0 تا 100 میبینم و واقعا مثلا برگمان رو میبینی 0 تا 100 از اول تا آخر، میگم ممکنه برای خیلی خسته کننده باشه، میگه واقعا شخصیه، ولی واقعا متوجه میشه که میزانسن 90 درجه چیه، تو پرسونا چیه، با جنسیت مختلف چه تأثیری داره، روی زن و مرد چه تأثیری داره، دوتا زن مثلا هم جنس باشن چه تأثیری داره و غیره که دیگه شما خودت بهتر میدونی. و خیلی عجیب و غریبه، حالا در همه آدم های اینجوریه. من اتفاقا اون در نهایت چیزی هم که میخواستم بگم، یه نشستی هم داشتی راجع به فیلم تنت یادمه یه گپ و گفتی بود، من اونم داشتم نگاه میکردم که میگفتی مخاطب غالبا الان چون مخاطب احتیاج داره که بفهمه، یعنی سریع تا تمام میشه خطیش کنه، اگه خطی نشه تو ذهنش خب مشکل داره، به درد نمیخوره فلانه. و یادمه گفتی که چقدر تو اون جهان هستی یا چقدر میتونی بگی که اون فیلم خوبه یا بده به عنوان خود. فکر کنم اونجا هم باز بچه ها اگر بخوان استفاده کنن برای بحث همین خطر تماشاگر از اون مبحث تنت و اینا اگه جایی باشه بتونن استفاده کنن، چون خیلی خوب داشتی میگفتی که به حال یه فیلمیه که کاراکترش اصلا اسمی نداره، یعنی خودش داره میگه من پروتاگونیستم، یعنی اصلا زمانی درش تقریبا به نظر من وجود نداره، حالا فرق بازی های صدایی و اینها. ولی میگم تا نولان هم که همیشه قصه میگه حتی به پیچیدش در حد ممنتو یا فاز سازی مختلف اینسپشن میرسه به چیز باگ میدن، آدما باش بشه مشکل میشن، میگن نه نمیخوایمت اگر میخوای همچین جوری قصه بگی. البته در قشر بیشتری که من باش برخورد کردم که تازه سینمای داستانی و قصه گو هم هست، اون بحث هم همون تأثیر مخاطبی که داری شما میگی. خب از سری سوال ها یه سری سوال ها هست که میگن بحث مینیمالیسم و ایناست که به نظر من خیلی سوال های چیزی نیستن. یه سوال اگر چیز بکنید جواب بدی ممنون میشم. خیلی چیز کردن که اگر منبع و سورسی هست، کتابی هست که بعد نظر تو میتونه کمک بکنه به ذهن بچه ها که اکسپانس بشه و حالا بستی پیدا بکنه معرفی کنی بهشون. و بقیه سوالا رو احساس میکنم همه رو در صحبت‌ها جواب دادی، اگر یک نگاه رو از اول بندازن کامل بهشون میرسن. من اونجوری که دارم نگاه میکنم ببین من راستش خب همونطور که میدونی مدتی یه ذره دور افتادم از بازار نشر و کتاب در ایران، ولی به زودی بهش برمیگردم. اما فعلا یه مجموعه کتاب رو دارم میبینم که داره منتشر میشه، در واقع یه کتاب خیلی خوبی از آقای چون توی موبایلمه نمیدونم چجوری مثلا میتونم بهشون بگم، یه کتاب خیلی خوبی رو آقای نوید پور محمد رضا در مورد سینفیلیای جدید و نو منتشر کردن
و ترجمه کردن در واقع. اون بله. کتابو من خیلی پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه یکم راجع به جریان امروز سینمای دنیا و نوع نگاهی که متأخر بهش وجود داره بخونن. راجع به مفهوم فرمالیسم چون داریم صحبت میکنیم، یک کتابی رو آقای کاظمی فیلم و فرمالین اون کتاب رو دارن، به نظرم اون کتاب خوندنش خیلی خوبه به خاطر اینکه ما رو با مفاهیم کلیدی این موضوع آشنا میکنه. راجع به وضعیت‌های مثلا تحلیل فیلم و مدل‌های مواجهه فیلم از منظر مختلف، مثلا میخوایم روی فیلم ساز متمرکز بشیم یا چنین کاری انجام بدیم، خب قطعا آقای سعید عقیلی رو میشه معرفی کرد و کتابایی بله. که در آوردن، آقای مازیار اسلامی رو میشه معرفی کرد و کتابایی که در مورد فیلم ها به صورت مشخص در آوردن. خب کتاب مفاهیم نقد فیلم مجید اسلامی هم که یه کتاب با کلیدی و بالینیه که بله. همه بهش مراجعه میتونن بله. بکنن بله. بله. ببیننش. یه کتاب دیگه مجموعه هم جدیداً داره منتشر میشه، من جست و گریخته در جریان کتاباش هستم، آخریش رو همین دیروز من استوری کردم، کتابیه که حسین عیدی‌زاده ترجمه کرده در مورد فیلم مرناو. بله بله طلوع. مرناو بله 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 طلوع. بله. در مورد فیلم طلوع بله منتشر کرده و ترجمه کرده، اونم یه مجموعه خیلی جذابیه راستش، من چون در جریان چیز هستم اینا، به خاطر اینکه میگم اینا یه مقداری نگاه های متأخر نسبت به تاریخ سینما است، نسبت به جریانات روز سینمایی، همینجوری اینا به ذهنم رسید الان گفتم، امیدوارم که بچه ها بتونن. ممنونم ازت بس، من همچنان دارم سوال هایی که به نظرم میتونه خروجی داشته، یکی از کارهای سخت این آنلاین برگزار کردن یه باید بخونی تون تون، من معذرت بخوام گوشم هم آره، شما هست آره. من خیلی دوست داشتم واسه زودتر بگم به صحبت های بچه ها، ولی انقدر زود این یک ساعت و نیم برام گذاشت که انقدر هم حرف واقعا همینطور خیلی هم مفید بود به نظر من. یه سری پرسیدن که آیا میتونن شما، حالا این یک کلیتیه که من دارم میپرسم، که یه خواهش جذابی هم داشتن که من خودم خیلی استقبال میکنم که بشینیم ما با هم فیلمسازی مثل کاراکس و نمیدونم خودروفسکی اینا رو تحلیل بکنیم از نظر فرمی کنیم، که برای من جذاب اگر شما وقتی شده بشه، حالا از این صحبت ها بوده یه به نظرم. و اینکه پرسیدن آیا شما یک فیلمساز تکنیکال هستین یا اینکه در جهان فلسفی دارین سیر میکنین و نگاهتون این شکلی ایدئولوژیکه، که به نظر من میتونی پاسخ بدی میتونی، اما فقط چون در نهایت این جمع‌بندی میخواستم این سوالم بکنم که نگن پاسخ نمیدین، که به نظرم جواب داده شده حالا، ولی شما به نظر خودتون یک فیلمساز تکنیکال هستید یا اینکه نه یک بحث ایدئولوژی وجود داره بیشتر؟ ببین در واقع من یه توی اون لایوی که در مورد استایل داشتم صحبت میکردم به این نکته اشاره کردم که فیلمسازا چیکار میکنن این روزها، آرتیست ها کلا دست به انتخاب میزنن، یعنی مهمترین چیز کاری که انجام میدن اینه که از بین آپشن های مختلف انتخاب میکنن، مثلا از بین ایده های مختلف انتخاب میکنه این ایده رو، از بین فرم های مختلف پرداخونده ایده انتخاب میکنه این فرم رو. یکی از آپشنات و بحث‌های تکنیکیه، تکنیک رو اگر به مفهوم چیزی جدا از مثلا مفاهیم مثل فرم و اینا در نظر بگیم، اینکه تو چه تکنیکی رو برای فیلمسازی به هر حال تو دست به انتخاب میزنی. به نظرم همه فیلمسازا توی شکل‌های مختلف شروع میکنن به انتخاب کردن، یعنی انتخاب میکنن از بین دوربین‌های موجود یا در بین لنزهای موجود یا در بین شیوه‌های صدابرداری یا شیوه‌های میزانسن دادن، از بین همین رو شروع به انتخاب میکنن. مسئله خب در این صورت به نظر من همه فیلمسازا شبیه همدیگه رفتار میکنن، یعنی تفاوتی نمیکنه چه تو وقتی یه فیلم کاملا کلاسیک بسازی وابسته به یه تکنیک هایی هستی، وقتی یه فیلم مثلا جان سکانس هم بسازی وابسته به یه تکنیک هایی هستی. فکر نمیکنم که اینو منظور از تکنیکال، شاید توی چنین سوالی اینه که مثلا یه جوری تکنیک زده یا یه جوری یه کسی که بیشتر به تکنیک اهمیت میده تا به چیز دیگه ای. من خب ترجمه نکردم تکنیک زده ها، من نه هم تکنیک نه نه میفهمم نه میدونم، ولی فکر میکنم شاید مثلا توی چنین سوالایی یه کمی با حجب و حیا مثلا این چنین مفهومی پنهان شده باشه. توجه. ببین به هر حال من به تکنیک علاقه‌مند هستم، میتونم اینو بگم، چون به نظرم یکی از ابزار جلو بردن زبان سینماست، با اشتیاق دنبال میکنم ایده های جدیدی که در مورد فیلم برداری به وجود میاد، در مورد تدوین به وجود میاد، در مورد کار صدا به وجود میاد، اینا رو خیلی با اشتیاق دنبال میکنم. اگر از این منظر بخوایم بگیم من یک فیلمساز علاقه‌مند به تکنیک هستم. بله
عالی. یک سوال کلی که من همیشه دوست دارم از همه دوستانی که میام میپرسم در آخر فرمت کاریمون این که با همه تجربه ها چون چیزایی هست به نظرم این یه جمله‌ای که میگن چیزایی که نمیشه سرچش کرد. حالا جسارت بود دفعه که صحبت کردی گفتم میتونن بچه‌ها سرچ کنن، منظورم اینه که بحث‌های آکادمیک بله. سینما اکسپریمنتال چیز نمیدونم کاباره ولتر فلان فلان از اینه که تاریکی که گوگل میشه، ولی با تو یه چیزی رو باید داشته باشیم تو این گپو گفته که نشه گوگلشون کرد به نظر من. البته شهرام مسیری که اومده، نگاهی که به ساختار داشته و تجربه هایی که کرده از سینمای کوتاه و سینمای بلند که خیلی هم به اصطلاح منشن کردی اون بحث فری رادیکال بودن رو دیگه لنلین هم میگه در اون فیلمساز اکسپریمنتال و اون فری رادیکال بودنه که موافقم باش و گاهن هم میری سمتش و من دیدم که به هر حال حالا اونو مخاطبش لذت میبره. بعد از این همه تجربه و بعد از این همه به اصطلاح اتفاقایی که افتاده در سینما و تجربه های بصری که داشتین، حالا چه تکنیکال چه تئوریکال و غیره، فرم برای شما تعریفش چیه به یه زبان ساده؟ شاید اگه بخوام یک مثلا مساوی براش بذارم بگم، یعنی چه باید بگم برای من، یعنی باید بگم برای من یعنی ساختمانی که با تکون دادن جز کوچکترین جزءش باقیش فرو بریزه، این برای من میشه فرم. یه ساختمانه که با تکون دادن یک جزش بقیهش فرو میریزه، اینو من فرم اسمشو میذارم. حالا اگر بخوایم بگیم یک فیلمسازی فرمالیسته، منظور اینه که احتمالاً این ساختمان رو داره بتونشون میده. اگر بخوایم بگیم که اون این اسکلت رو بیشتر از هر چیزی، بیشتر از مبلی که توشه، بیشتر از فرشی که توش افتاده، بیشتر از گچی که رو دیوارش داره بتونشون میده، این چارچوب رو داره بهت نمایش میده، این ساختم، این اسکلت بندی رو داره بهت نمایش میده. بسیار بسیار ممنونم ازت، خیلی خیلی لطف کردی تو این شرایط سخت و در این پیچیدگی های کاری وقت گذاشتی، بازم ممنونم ازت. خیلی طولانی هم شد، بازم مرسی میگم، لذت بخش بود گپ و گفت کردم و خیلی جامع و این خیلی به نظر من به جهانبینی بچه ها کمک میکنه، امیدوارم استفاده کرده باشن. و خیلی سوال هایی هم که پرسیدن که من نپرسیدم دلیلش اینه که در گپ و گفتمون به تو این جهانه وجود داشته، تو این شبکه اگه اتاق به اتاق بگردن به پاسخ ها میرسن به نظرم و کار لایف هم ضبط میشه. اگر حرف آخری برای بچه های تجربه گرا، بچه های فیلمساز دارین که هنوز میخوان تجربه بکنن، چون به خیلی آدم میگن که اگه این کارو بکنیم دیده نمیشیم، چه جوری میتونیم ادامه دار باشیم، اگر پیشنهادی، نصیحتی، تجربه‌ای هست بگید که دیگه با من خط کلام در رکابت باشیم. ببین من فقط تنها جمله‌ای که میخوام بگم اینه که یه بار مثالی شنیدم که این مثال رو یه ترجمه اینطوری میکنم. ما یه آدمایی رو داریم که توی اون مثال جامعه به یک ترند تشبیه شده، توی من برگردانش میکنم به اینکه سینما رو تبدیل به یه ترند میکنم. توی این مثال در واقع ما یه آدمایی رو داریم که اون اولن، اون سر ترنن، دارن هیزم میریزن توی این کوره و دارن مشتعلش میکنن و مسافرای کوپه های اول که آدم های پولداری هستن نیستن، مسافرای که خوبن و دارن گپ میزن، مسافرای کوپه های وسط که آدم های متوسطی هستن هم نیستن که کنار هم نشستن، و مسافرای کوپه های آخر هم که مثلا سرگرمی های خودشونو دارن و آواز میخونن و میزنن تو سر و شکل هم دیگه، در واقع آدم هایی هستن که هیچ کس هم نمیفهم اینا تو قطار بودن. درسته. فیلم سازای تجربی آدم های این کوپن، اگر نباشن اصلا قطاره جلو نمیره. احسنت. ولی قرار دیده نشن، میدونی اصلا قراره تنها کاری که باید بکنن اینه که همش هیزم بریزن. اگه حوصله این کوپه رو داری اونجا باشید. واقعا واقعا اگه میخواییم کوپا ایونیا باشین فعلا تو ایران سریال بسازید. خیلی خیلی ممنونم ازت، خیلی لذت بردم، ممنون از وقتی که گذاشتی، خیلی ارادت. با تو خداحافظی میکنی، برای جمع‌بندی هم بکنم و در خدمت تو هم هستم. قربونت برم، مرسی.
مرسی ازت. من فقط نمیدونم اینجا الان باید چیکار کنم که قطع شم. پاس کنی قطع میشی. منم میتونم قطعت کنم. قطعم کن پس چون من برای نیستم. مرسی. فکر میکنم بتونم بله از لایو به صورت جدی من شما رو جسارتن بود. ارادت شبت بخیر. شب بخیر. خب خیلی ممنونم ازتون که تا این ساعت طولانی با ما بودین. من خودم شخصا خیلی یاد گرفتم، امیدوارم مفید بوده باشه براتون. و ضبط میشه سریال، حالا هی دارید میگید سریال و سریال، من اینجا متن رو دارم میخونم. بله سریال سازی هم میتونید بکنید، اون دیگه انتخاب دیگه. مثال خوبمون ترن رو زدم براتون، حتی برای یه دقیق تر دونستنش میتونید اسنو پیرسر هم از آقای جان گوهو ببینید و بدونید که این تراسه در قطار چجوریه. ولی خب به هر حال من احساس میکنم اگر تعریف قطار به اون حرکتی که داره میره و انتقالی که داره میده و کار کردشه، به نظرم اون کوره و اون آتیشه از همه چی مهمتره. خیلی مراقبت کنید، امیدوارم مفید بوده باشه و توی این روزها امیدوارم که سلامت باشید. خب دیگه از خدمت مرخص میشم، ممنونم بازم که تا این تایم با همون بودیم. فقط اینو فراموش نکنید که سینمای اکسپریمنتال پارادایمی برای فرمه، الگوهای ساخت فضا رو به شما میده، ساختار رو میده، حرفی که شهرام زد اون ساختمونه رو داره به شما نشون میده. میدونین چی دارم عرض میکنم و میتونید با تجربه کردن در اون بهش برسید. فقط کافیه زمانی که دیگه فیلم ها رو دارید میبینید داستان رو دنبال نکنید، فیلم رو ببینید. خیلی متشکرم ازتون و شبتون بخیر.